سلام، جلسه سشن شماره 9 بلک نات. امروز دوشنبه 11 می بود، 11 می 2015 فکر کنم، 21 اردیبهشت. برخلاف دفعه پیش آیدین ذوالقدر هم با منه، برخلاف دو جلسه پیش، ولی خب همچنان ویدیو نداریم، یعنی وب کم اورلی نداریم، که باز همچنان به نفع همه کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن. کاری که سشن قبل کردیم بود که الوکیتور رو تا یه جایی نوشتیم و من قول دادم که انجین اینترفیس انجینم رو بهش برسم، ولی اصلا نمیخوام این کار رو بکنم. کاری که الان میخوام بکنم این که کم بیشتر رو الوکیتورم کار کنم، روی اینکه یه اینترفیس برات بخوری به این الوکیتور اضافه کنم و یه کمی فلش آوتش کنم این الوکیتور رو، و دیباگ الوکیتورم، یه دیباگ الوکیتورم بنویسم، یه الوکیتوری که مموری الوکیشن رو ترک میکنه و دیباگ اینفورمیشن بهش اضافه میکنی که بتونیم لیکامون رو پیدا کنیم، یا دابل فری، یا از این کارا، یا سایز میس میچ، این چیزها رو توی الوکیشن هامون پیدا کنیم. دو تا سوالی که اینکه فلش اوت این چی؟ فلش اوت یعنی پر کردن. آدمی که مثلا لاغر و استخونیه وقتی غذا زیاد میخوره فلش اوت میشه. مثلا بعد فلش این لیکم چرا پیش میاد؟ مگه ما چیز نمیکنه، حواسمون نیست که چقدر مموری میگیریم از دست میدیم اینا؟ یعنی مگه این اینترفیس اینو منیج نمی‌کنه؟ نه، اینترفیس اجازه به ما میده که تحت کنترلمون باشه. ببین الان با همین اینترفیسی که ما داریم، من میفهمم که مموری لیک اتفاق افتاده، مموری الوکیت کردم که آزادش نکردم، و اگه مواظب باشی به اندازه کافی خب مموری لیک هم اتفاق نمیفته، یعنی مموری لیک باگ مثل همه باگای دیگه و میشه ترکش کرد. ولی به طور خاص چون باگی که در میره از دسته، یعنی حواست نیست توی مثلا هر لوپت، اگه مموری رو الوکیت میکنی ممکنه چند کیلو بایت لیک کنی، از یه مدتی باعث مصیبت های بزرگ بشه. چه مصیبتی؟ اولی مصیبتش اینه که حافظه تموم میشه، بالاخره ادرس اسپیس، حافظه فیزیکال، ادرس اسپیس 64 بیت حالا خیلی محدودیت نداره، ولی فیزیکال مموری یه محدودیتی داره دیگه. اگه تو بازیت قرار باشه چند ساعت ران بشه، یا اپلیکیشن فرق نمیکنه، چندین ساعت، چندین روز، چندین سال ران بشه، اگه تو هر ثانیه چند کیلوبایت مموری لیک کنی، بعد از چند هزار ثانیه و چند میلیون ثانیه غالبا تموم میشه مموری، هر چقدر هم داشته باشی. ضمن اینکه مموری یوزابلت داره از دست میره دیگه، تو مموری بلاکای مموری داری که فکر میکنی الوکیت شده و همه فکر میکنن الوکیت شده، ولی دیگه الوکیت نخواهد شد، میدونی الوکیت، ولی تو استفاده نمیکنی ازشون، در واقع تو فراموش کردی که اینا الوکیت شدن، ولی سیستم خیال میکنه اینا هنوز الوکیت شدن. و به اون اینا کلمه کفرآمیز گاربیج، اینا گاربیج، یعنی رفرنس کسی نداره بهشون، اینا گاربیج دارن؟ نه، لیک یعنی گاربیج. خب با تریس کردن مموری که آقا مثلا کی رفرنس نداره اینا نمیشه اینا رو پیدا کرد؟ رفرنس های مموری رو چجوری تشخیص میدی؟ اسمارت پوینتر رو مگه اسمارت پوینتر اینجوری هست؟ اسمارت پوینتر هم میتونه اینجوری باشه، ولی نه لزوما. توی تیبلی همیشه داشته باشه که چی کجا دیگه. اون با خزینه دیرفرنس کردن پوینتر رو کار کردن با پوینتر رو خیلی میره بالا. تو از پوینتر استفاده میکنی که آدرس مستقیمی بلاک حافظه رو داشته باشی، هر وقت خواستی سافت بری سراغش. میتونی در تئوری تو پوینتر رو این کار یه متد دیتا تو پوینتر نگهداری. آره، گاربیج کالکشن فقط با اسمارت پوینتر و رفرنس کاونتینگ نمیتونه کار کنه، به خاطر رفرنس های سیکلیکال دیگه. آ به بی رفرنس داره، بی هم به آ رفرنس داره، ولی هیچ کس به این دوتا رفرنس نداره. اینا توی دنیای کوچیک خودشونن، در واقع گاربیج هن، ولی هیچ وقت کلیم نمیشن چون رفرنس کانتشون بیشتر از صفره. برای گاربیج کالکشن متد زیاده، روش زیاده، مارک اند سویپ فلان، اکثر زبانهای گاربیج کالکتد دقیقاً پوینتراشون رو یه جوری تشخیص میدن. اینا حافظه رو وقتی نگاه میکنن میتونن تشخیص بدن که یه اینجا یه پوینتره، ببین من شناختم تو پوینتری، تو پوینتری، تو پوینتری، یعنی از این عدد معمولی میتونن تشخیص بدن، یعنی 17 که تو حافظه نوشته رو میتونن از عدد 17 تشخیص بدن، بین پوینتری که به خونه 17 حافظه داره اشاره میکنه با خب مشکلی که بفهمی اون خونه حافظه کسی بهش اشاره میکنه یا نه، اون رو توی تیبل ها یه جوری نگه میداره دیگه. گاربیج کالکتور حالا ممکنه خود بلاک های حافظه رو یه هدر فوتری چیزی واسه شون بذاره که این بلاک از اینجا شروع میشه تا اینجا چند تا رفرنس بهش هست. مثلا روش خیلی زیاده، بستگی داره چقدر میخوای اینتروسیو باشه، بستگی داره یه چه میدونم ویچوال ماشین داری پیاده میکنی با یه ران تایم زبان که کلی آزادی داری، کامپایلر هم دست خودت، همه اینو میتونن با هم همکاری کنن برای گاربیج کالکتور، گاربیج کالکتور، یا نه میخوای گاربیج کالکتور ترانسپرنت باشه مثل گاربیج کالکتوری که برای سی و سی پلاس پلاس هست، یکیش اسمش گاربیج کالکتور، یه پروژه هست اسمش دی گاربیج کالکتور که گاربیج کالکتور خیلی خوبی برای سی و سی پلاس پلاس، برای سی و سی پلاس پلاس که هیچ کمکی از زبان و چیز بهش داده نمیشه، از زبان و ران تایم، این ران تایم چیزایی داره ولی زبان هیچ کمکی بهش نمیکنه. چرا؟ تا
تو اگه زبانت همه پوینتر رو مارک کنه خوبه دیگه، نان اینتروسیو دیگه، زبان رو نمیخواد تغییر بده. یه لایبرری گاربیج کالکشن هم انجام میده برات، لایبرری سی که گاربیج کالکشن هم انجام میده. حالا سی یا سی پلاس پلاس واقعا مثلا یه روز پروژه بخوای اون تصمیم گیری اد بکنی، بعد همه دستورایی که مثلا نیو کردی اینا رو بری نیو. آره یه سری روشایی هست که یه کمی نان اینتروسیو تر از این میتونه باشه، ولی آره باید این کارو بکنی. بعد به اون بگی حافظه بده، حافظه بده، هیچ وقت مزاحمت نکن. اونجا تایپ پوینتراتون ممکنه تاثیر بذاره روش، این پوینترات بجن که پوینترات باشن یه تایپ خاص باشن. حالا من با اون گاربیج کالکتور هیچ وقت کار نکردم، دیگه نمیدونم دقیقاً جزئیات چجوریه، ولی در تئوری یه رنج وسیع از گاربیج کالکتورا داری که بر اساس اینکه چقدر اینتروسیون و چقدر از ران تایم از ویچوال ماشین از کامپایلر کمک میگیرن تا اونایی که هیچ کمکی نمیگیرن و بدبختن بیچاره از اکسس بهش هم میشه فهمید که چقدر مموری گاربیج یا نیستی. مثلا یه تیکه حافظه است که الوکیت شده هیچکی نمیره مدت سراغش باشه، شاید که بره، شاید اول برنامه یه حافظه الوکیت کردی توش نوشتی که موقع خروج از برنامه مثلا یادت باشه که این فایل رو ببندی، بعد اون حافظه رو از اول تا آخر برنامه هیچکی نمیره سراغش، ولی لحظه آخر برنامه اون لازم داری. اگه اون حافظه ریکلیم بشه بعد دیگه اون فایل رو هیچ کس نمیدونه که باید آزاد کنه، چیکار کنه، فایل رو ببنده، اسم فایل چی بود، کجا بود. نمیتونی از این نمیتونی بفهمی، بعد آنالیز درست انجام بدی. درست. بعد وقتی که برنامه داره همینجوری گاربیج تولید میکنه آروم آروم، کم کم مثلا هارد بیشتر کار میکنه چون داره او اس این کار میکنه، مموری بیشتر بهت میده تا یه حدی، فقط میمونی سر رو هارد و از این کارا میکنه، سواپ میکنه. آره پیج سواپینگ انجام میده. آره تو ویندوز 30 دو بی تی تا چقدر بهت میده؟ ویندوز 30 رب... ببین تو ویندوز 30 دو بی تی الان یه تنظیماتی داره، مسئله اینه، مشکلت اینه که میخوری به لیمیت ادرس اسپیس. تو توی سیستم عامل 30 دو بی تی بیشتر از 4 گیگابایت نمیتونی حافظه رو ادرس تیک کنی، نمیتونی بیشتر از 4 گیگابایت حافظه ببینی اصلا. مستقل از اینکه چقدر حافظه مستقل از اینکه چقدر حافظه فیزیکال داری، چه 1 گیگ داشته باشی، چه 500 مگ داشته باشی، چه 4 گیگ، بیشتر اون که فایده نداره. البته یه تریکایی هست که سی پی یوت میتونه تا مثلا 64 گیگ حافظه 36 بیت حافظه رو ببینه، آدرس 36 بیتی داشته باشه. بعد یه کار عجیبیه خیلی، مثلا صحبت کنیم مال AMD مثلا. نه 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 اینا یا اکستنشن های پیج ادرس اکستنشن، نه پیج ادرس اکستنشن چیزی هست، ولی یه خانواده یه مسئله به ما ربطی نداره. همزمان بازم 4 گیگ حافظه رو بیشتر نمیتونی ببینی. اینا تکنیکاش شبیه تکنیکایی که زمان شاید اینو گفتم من، زمان داس برای EMS و XMS و اینا استفاده میشد، تکنیکایی که 4 گیگابایت رو میکنه 64 گیگابایت، منتها همزمان بازم تو 4 گیگ بیشتر نمیبینی. میتونی مثلا 1 گیگا رو مپ کنی، بگی این 1 گیگم میخوام اون 1 گیگ 30م باشه یا نه این 1 گیگ 4م باشه، میتونی 1 گیگا رو مپ کنی ببری بیاری. بعضی نرم افزارهای 32 بیت این کارو میکنن، SQL سرور مثلا این کارو فکر میکنم میکرد یه موقع 32 بیتش مثلا. در حال ادرس اسپیس تو بیشتر از این نداری، بیشتر از 4 گیگابایت مموری نمیتونی ببینی. حالا فیزیکال هر چقدر داشته باشی، پیج فایلت هر چقدر تو انزش بزرگ باشه، هرچ بیشتر از 32 بیت نمیبینی. برای همین میخوری به لیمیت ادرس اسپیس. ضمن اینکه معمولا ها ادرس اسپیس اینجوری تقسیم میشه که تو ویندوز 32 بیتی 2 گیگابایتش مال سیستم عامل، اونجا کرنل ده یه سری تیبل ها برای پروسس تو، یه سری کارا برای پروسس تو لازم داره بکنه اونجا لود میکنه، دی ال ال آی سیستمی اونجا لود میشن، یا حتی کدات اونجا لود، دی ال ال آی خودت اونجا لود میشن، و 2 گیگابایتش دیتا است، یعنی 2 گیگابایت محدودیت حافظه یوزبل داری. یه همچین چیزی میتونی با یه تریکای اینو بکنی، 1 گیگابایت و 3 گیگابایت، ولی بازم کار بهتری میتونی بکنی. اگه سیستم عامل 64 بیتی باشه و اپلیکیشن 32 بیتی، تو میتونی همه اون دی ال ال آی سیستمی و اینا رو تو اون 64 بیتی لود کنی، کل 4 گیگابایت 32 بیت مال خودت باشه، یعنی دی ال ال آی سیستمی اصلا دست تو نباشه، یه سری استابای کوچیکیشون تو ادرس اسپیس تو باشه. اینا همه بحثای به درد ما نمیخوره، الان بحث ما الان نیست. نکتهش اینه که مموری گاهی وقتا بجز بحث اینکه مموری تموم میشه، از من پرسیدی که مشکل مموری لیک کردن چیه، اولی مشکلش اینه که مموری تموم میشه. مشکل دومیش اینه که مموری ممکنه علامت باگ باشه. وقتی مموری رو ریلیس نمی‌کنی یعنی یه باگی داره تو کدت، تو بعد مموری رو ریلیس می‌کردی الان نکردی، یعنی یه چیزی اجرا نمیشه، کدی که فکر می‌کردی اجرا شده اجرا نمیشه. حالا ممکنه خیلی ساده یاد رفته باشه چیزی رو که نیو کردی دلیت کنی، ولی به هر حال همون هم به این معنی که دستراکتور اجرا نمیشه، که اون دستراکتور ممکنه ساید افکت داشته باشه، ممکنه این مموری توش هندل یه ریسورس دیگه باشه، هندل فایل تو این مموری، این کلاسی که تو داری لیکش می‌کنی که مثلا 8 بایت خودش توش هندل فایل، مثلا 64 هر چی 100 بایت خودش توشی هندل فایل باشه، که وقتی مموری رو ریلیس نمی‌کنی و دستراکتور یا ابجکتی کال نمیشه، فایل بسته نشه، فایل باز بمونه، نتورکت فلان نشه، یه لاکی دستت بمونه، هر چی یه ریسورسی رو که گرفتی آزاد نکنه. جی پی یو ممکنه یه بلایی سرش بیاد، چرا؟ چون مثلا یه تکسچر تکسچر ریسورسی که رو جی پی یو گرفته بودی رو آزاد نکردی. حالا البته داستان داره، اینا فقط دارم مثال میزنم، مثال دقیق هم نیست خیلی، ولی به هر حال خلاصه که لیک کردن مموری نماینده باگ همیشه، حداقل و ساده ترین باگش اینه که واقعا یه دستوری که یه بافر رو که رفته بودی یاد رفته آزاد کنی، یه بافری که هیچ ساید افکت دیگه هم نداره، فقط همون بافر رو یاد رفته آزاد کنی. ولی بیشتر اوقات یا بعضی اوقات به معنی اینه که باگای دیگه هم پشت این هست، این باگ پشتش یه سری باگ دیگه است.
یعنی اون احتمالا برام مهمتره تا اینکه حالا مموری داره تمام میشه یا مموری که نه نه همش مشکله دیگه، فرقی نمیکنه که تو چه میدونم وقتی که میمیری فرقی نمیکنه که تو خواب بمیری یا سرت قطع بشه بمیری یا زیر تانک له بشی بمیری، مردی دیگه. اینم همینه، باگ و تازه این باگ بدیه به خاطر اینکه در طول زمان پیش میاد و بعد از اینکه یعنی هم بلافاصله میفهمی برنامه تو و 5 دقیقه ران میکنی نمیفهمی که داری مموری لیک میکنی، ولی 5 ساعت اگه ران کنی میفهمی کراش میکنه و بعد از ریلیس اینو میفهمی. مثلا با یه متادیتا نمیتونی کنارت چیزی که برام خیلی مهم جذاب تره اینه که چجوری بفهمی که اتفاق داره میفته. خب من همین کارو میخوام بکنم، چجوری در بری؟ یعنی همیشه این کارو نکنی، یعنی اگه دیجی مونیتور کنی یه رفتار ابنورمالی رو ببینی بگی که مثلا اگه مثلا شاید بشه اگه سیستم تو بشناسی، چون مسیرایی که رد میشه اجرای برنامه اکزیکیوشنش معمولا محدودن، دیگه آره اوکی همیشه محدوده، ولی گاهی وقتا تو لاجیکت، یعنی گاهی وقتا تو نمیتونی به عنوان یه پروگرامر یه سیستم پیچیده داری پیاده سازی میکنی مثل بازی، تو نمیتونی همه مسیرهایی که این بازی ممکن ازشون رد شه رو تو ذهنت مپ کنی، همشون رو نمیتونی بدونی، همه اتفاقایی که میتونه بیفته انجام بدی. تست مثلا 100 بار که تست میکنی مثلا مینیمم ماکسیمم ان همه اون، چرا این کارو بکنی وقتی دترمینیستیک واقعا میتونی همه باگاتو پیدا کنی؟ چرا دیگه آماری و این کارو بخوای بکنی؟ الان ما میخواییم یک رای پیاده کنیم که دترمینیستیک و واقعی بفهمیم که چقدر داریم حافظه لیک میکنیم، چقدر لیک میکنیم، کجا داریم لیک میکنیم، چقدر داریم لیک میکنیم، یه چیز دیگه حتی کی داریم لیک میکنیم. ممکنه حتی دیسترکتورش هم درست ننوشته باشیم، درسته؟ درست. دیسترکتور اوورراید بکنی توش دلیت نکنی دیسترکتور نمیکنی چرا دیگه، درسته؟ چرا؟ چون میکنه همیشه خود اون آبجکت رو دیسترکتور میکنه همیشه. حافظه که اوورراید کردن کار اضافه تر انجام میده. اوورراید کردن میتونی خود این ابجکتت ممکنه هندل بیس ریسورس دیگه داشته باشه، یه سری حافظه دیگه داشته باشه. این ابجکتت 100 بایت 1000 بایت هم بیرون از خودش حافظه گرفته. اون 1000 بایت رو باید تو استراکچر این آزاد کنی دیگه. که چون نمیخواد دیلیت کنه. خودشو نه دیگه، تو خودشو از چرا استراکچرش داره فراخوانی میشه؟ استراکچرش یکی داره یکی دلیتش داره میکنه دیگه. یا همین که اسکوپش تموم شده اگه اتوماتیک باشه رو استک باشه یا هر چی اتوماتیک باشه لایف تایمش داره استراکچرش به هر حال داره فراخوانی میشه خود اون ابجکت. خب اول از همه برای این که این کارو بکنیم فعلا بذار من پس این دیباگر رو بنویسم بعد میرم سراغ فلش اوت کردن الوکیتورم. بذار اول از همه من این هیپ الوکیتور رو رینیم کنم به فوروردینگ الوکیتور، چون این واقعا هیپ الوکیتور نیست، این الوکیتوری که فوروارد میکنه به الوکیتور آپستریمش همه چیزو. اسمش هیپ الوکیتور نیست، اسمش فوروردینگ الوکیتوره. وقتی دلیلش اینه که فوروارد کنه به فوروردینگ الوکیتور فوروارد آل الان بتوانیم الوک پری ریکوست تو ایتس اپستریم الوکیتور. ببین وقتی که من این forwarding allocator construct میکنم یه allocator دیگه میگیرم، allocator اینترفیسی بود که همه allocatorامو پیاده میکنم. اینترفیس بیسیکی خودش چی نیست، فقط همه allocatorامو اینو پیاده میکنم. من یه root allocator نوشتم که این واقعا حافظه allocate میکنه، از heap سیستم هم استفاده میکنه و از malloc و از malloc free استفاده میکنه، در واقع malloc realloc free استفاده میکنه. و یه forwarding allocator نوشتم که همه request های allocationی که براش میاد رو فوروارد میکنه به الوکیتوری که تو کانستراکتور پوینترش رو بهش دادیم، به الوکیتور آپستریمش، الوکیتوری که بالا سر اینه. ایده اینه که یه هایرارکی از الوکیتورها درست کنیم. ایده اینه که من بتونم یه روت الوکیتور داشته باشم که الوکیتورهای من هم روت الوکیتورم الوکیتور دیگه هم یه ماکسیمم سایزی دارن، یعنی بهشون میتونم بگم که تو بیشتر از 1 گیگابایت حق نداری مموری الوکیت کنی، حتی اگه داشتی یا هرچی میخوام 1 گیگابایت بیشتر مموری الوکیت نکنی. وقتی این کارو بکنم بعد میتونم بگم خب من یه روت الوکیتور دارم که این اسمشو بذارم سیستم، هرچی روت الوکیتور، بعد بگم خب من 200 مگابایت برای ساب سیستم گرافیکم دارم، یه الوکیتور جدید درست کنم از این فوروردینگ الوکیتورا با سایز، بذار تو مینم بنویسم سامپلشو، حالا مثلا به درد نخوره بهت بگم من یه روت الوکیتور دارم، من میام اینجا یه الوکیتور جدید درست میکنم مثلا از نوع forwarding allocator gfx alloc
GFX الوک من هست. 200 ضرب داره 1048576. این دو تا پارامتر چیزش چیزش اینه، سایزش اینجاست. آپستریم الوکیتورش رو اون روت الوکیتور میدم، زمین که بیشتر از یه دونه روت الوکیتور میتونیم داشته باشیم، میگه رور الوکیتور نمیشه، بیشتر از یه دونه روت الوکیتور میتونیم داشته باشیم. چرا همچنان آدرس می خواب یه لحظه من ویدیو رو پاز میکنم. سوری. به هر حال یه جی اف ایکس الوکیتور دارم، یه هرچی پی اچ وای الوکیتور دارم، یه آره مثلا ورلد مدل الوکیتور الوک، اسکریپتینگ الوک، هرچی اینا دارم. حجمشون هم از قبل بهشون میدم، مثلا برای این 100 مگ، برای این 150 مگ، برای اینم مثلا 20 مگ. و این الوکیتور رو پاس میدم به ساب سیستم ها، هم ساب سیستم ها همه رو یه جوری مینویسم که الوکیتورشون رو بگیرن اکسپلیسیت. آره گرافیکس الوکیتور من نمیتونه بیشتر از این الوکیت کنه اولا، ولی خب هدف اصلیمون این سایز منیج کردنش نیست، هدف اصلیمونه که هر الوکیشنی از این طریق انجام بشه رو بتونیم آره یه درختیه. بعد اونم ممکنه گرافیکس الوکیتورمون مثلا واسه واسه گوییش، ساب سیستم گوییش هم ممکنه یه الوکیتور درست کنه 2 مگ بده به اون یا حتی محدودیت حجمی هم نذاره ها، بده به اون، ولی اون الوکیتور خیلی ساده است که اون اندازه بگیره که حد اکثر چقدر الوکیت شد، چقدر برای گویی لازم دارم یا کجا مموری لیک کردم. اگه من شک دارم که تو گوییم دارم مموری لیک میکنم، فقط الوکیتوری که به ساب سیستم گویی پاس میدم و میکنم دیباگینگ الوکیتور که کنتر اوورهد داره، بدبختی داره، بقیه الوکیتورام دارم درست کار میکنم، اون بقیه سیستمم. اون یکی فقط به شک دارم دیگه، اون میاد یا مثلا میخوام یه سیستمم الوکیتورش مثلا از یه الگوریتم خاص استفاده کنم، پول الوکیتور باشه مثلا نه، حالا یه پول الوکیتور درست میکنم با همین اینترفیس که پرنتش که آپستریمش یه الوکیتوریه که به اون سیستم پاس داده شده از بیرون، و اون یه بخشی از اون رو تبدیل میکنه به پول الوکیتور و میدم پاس میدم به اون ساب سیستم، و اون ساب سیستم یه الوکیشن پولی داره که خب خیلی چیزتره، افیشنت تر و سریعتر و باحال‌تر. این درخت الوکیتور درست کردن اگه خیلی عمیق بشه هزینه ران تایم داره، چون الوکیتورها هی پاس میدن به قبلیشون، بیشترشون اینجوریان، یعنی وقتی یه ریکوست الوکیتور برای اون الوکیتور که سه تا پایین تره تو هایرارکی میاد، احتمالاً اون خودش نمیتونه مموری الوکیت کنه، اون فقط اطلاعات دیباگینگ یه جایی ذخیره میکنه مثلا، بعد الوکیتور پرنتش میگه خب این 100 کیلوبایت حافظه میخواد بده بهش، اون پرنت هم خودش بلد نیست مموری الوکیت کنه، باز اون پرنتش میگه تا این میره بالا تا به یه جایی یکی بلد باشه مموری الوکیت کنه و هی پوینتر رو پاس بده پایین تا به این برسه. ران تایم هزینه‌اش نسبتاً زیاده، کلن مموری الوکیشن هزینه‌اش زیاده دیگه، آدم باید مواظب باشه تو اینر لوپاش و اینا اصلا مموری الوکیشن انجام نده، اصلا کلن هرچی کمتر مموری الوکیشن بهتره، به خاطر فرگمنتیشن، به خاطر این مسائل لیک، به خاطر پرفورمنس به طور خاص، و به خاطر اینکه ریز 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 الوکیت کردن نماینده اینه که دیزاینت بده، تو اگه حافظه‌های گنده الوکیت می‌کنی و بلدی ازشون استفاده کنی، 1 مگ اینجا، 5 مگ اونجا، 20 مگ اونجا، 400 کیلوبایت اینجا، یعنی که میدونی چی کار میکنی، تو اون 400 کیلوبایت دقیقاً میدونی که 1811 تا مثلا حافظه انقدی میخوای بچینی، تو اون که دیگه 20 تا نمیدونم فلان چیز میخوای بچینی، دقیقاً میدونی چی کار میکنی، همه چی تو حافظه، توی حافظه خودت، منظورم آدم، تو مغزت مپ شده است، روشن همه چی. ولی وقتی نمیدونی، آره این استرینگمو میخوام از 5 بایت بکنم 7 بایت، پس برم یه حافظه 7 بایتی الوکیت کنم، این 5 بایت رو کپی کنم تو اون، بعد دو بایت هم به تاش اضافه کنم، بعد این 7 بایت رو آزاد کنم، اون 5 بایت رو آزاد کنم، گند بزنم تو حافظه، خورده ریز الوکیت کردن نماینده دیزاین اشتباهه، مخصوصا اون وسط مثلا. برای سری کار راحت من ممکنه استرینگ اونجوری که گرو میکنه و خورده ریز هی اضافه میکنه لازم داشته باشم، ولی نباید توی اینر لوپ هام، توی سیستم های جدی اصلا از این کارا بکنه اصلا، ول معمولا لازم ندارم، یعنی اکثر الوکیشن های من از پول خواهد بود یا الوکیشن های گنده خواهد بود، امیدوارم حداقل اینکه میتونم الوکیشن رو ریز ریزمو کنترل کنم، بدونم، میدونی اکسپلیسیت میشه دیگه، من دقیقاً میدونم یه الوکیتوری دارم که اسمشو میذارم مثلا تمپ الوکیتور یا اسکرچ الوکیتور، اسکرچ الوک امپرسند روت و مثلا چه میدونم 42 ضرب داره 10 48 576 42 میگه، این اسکرچ الوکیتور منه، هر خورده ریز آشغالی میخوام از این تو الوکیت میکنم،
بعدن میرم یکی در میارم ببینم از کجا کی از این داره الوکیت میکنه، ببینم میتونم آیا اونا رو جمع کنم، از این الوکیت نکنم، مسخره بوده، کد تمپوراری بوده، چی بوده، کد رو میتونم ریفکتور کنم. اکسپلیسیت میکنه الوکیشن منو. اگه همه الوکیشن من نیو باشن یا دلیت نیو باشن یا املوک باشن یا هر چی املوک باشن، نمیفهمم کدوم مهمه کدوم نیست بعدن در طول زمان. اینجوری الوکیشن اکسپلیسیته، میتونم قسمت بندیش. خلاص خاصیت خوب زیاد داره. یه چیز دیگه، من اون علمی تخیلی احتمالاً، ولی اون کاری که ناتی داگ میکنه رو میتونیم انجام بدیم که برای اینکه مثلا فرگمنتیشن اونجوری حد در برن، تیکای حافظه‌شون ثابته کاملا ثابت نه بالا مشخصه مثلا چند تا اندازه است. آره معمولا میشه، ولی همونا هم یه بخش از حافظه‌شون همین اسکرچ مموریه که توش از توش چیز الوکیت میکنن، از توش هوردریز مثلا لازم دارن الوکیت میکنن، استرینگ لازم دارن، من بافرای الکی که طولشو نمیدونن، لازم طول متغیر لازم دارن الوکیت میکنن. یه برای میگفتم که بچه ریوز کرد میشه میگم اون تیکار ریوز بکنم اوتوماتیک، یعنی میگم میخوام نیو کنم یه اینو بگیر. خب این میشه هیپ الوکیشن. میتونه مموری بیشتر بهش بده، مثلا میگم من 2 مگ میخوام بهش مثلا 10 مگ بده چون اندازش 10 مگیه. ممکنه آره اون قضیه رو که نفهمه. نه دیگه چرا بفهمه؟ ولی توجیه نداره هیچ وقت وقتی 2 مگ میخواد تو 10 مگ بهش بدی. خب 2 مگ بهش بده، 8 مگ تو نگه دار، شاید یکی دیگه هم خواست اونم بهش بدی به اون موقع فرگمنت میشه دیگه مموریت. اگه اینجوری باشه خب همیشه مموری رو مثلا 1 مگ 1 مگ بده، هر کی 1 بایت هم خواست 1 مگ بهش بده بگو برو خوش باش. مشکل اینه که مموری ریسورس محدوده دیگه، اگه میتونی اضافه تر خرج کنی خب خیلی کارا میتونی بکنی. حالا به هر حال اون کاری که میکنن رو کنسولا، اون خیلی هاردکور دیولپرا معمول الان یه کمی سخت شده با تکنولوژی بازیای پیچیده شد، پیچیده شدن عجیب بازیا یه کمی این کار سخت شد. ولی آره تو عصر PS2 هم این کارو میکنن، در مورد مثلا گالا وور من دیدم، یا اون در مورد ناتی دیگ نمیتونم بگم، ولی میدونم که گالا وور اینجوریه، مپ مموریش، لی اوت مموریش کاملا مشخصه، دقیقاً مشخصه که چی کجا میره. بعد اون وقت پروگرامر باید تصمیم بگیره که خب من اون مموری که واسه من اینجا 10 مگ مموری میخواد کجا بیارم. حالا باید فکر کنی که تکسچرام مثلا اون بخش از تکسچرامو الان ممکنه لازم نداشته باشم، پس این 10 مگو فعلا از این بگیرم. یعنی دقیقاً باید بدونی در طول زمان مموریت به چه مصرفی میرسه، چون بالاخره اون مموری کنسوله برای تمام عمر بازی تو کافی نخواهد بود دیگه، نمیتونی همینجوری الوکیت کنی بری جلو، باید یه چیزای یه مموری رو ریوز کنی. تا حالا این واسه این بود، الان اینه. معمولا با الوکیتورهای خاص منظوره بهتر میشه به این نتیجه رسید، یعنی تو یه بخشی رو رزرو کنی، یعنی تو کورس گریند تو های لول بگی 20 مگ واسه این گوشم کنار، 50 مگ واسه اون، 10 مگ واسه اون، 5 مگ واسه اون، داخل اون 5 مگ حالا یه پولی داری، مثلا سه تا پول داری، یه پول از مثلا این ابجکت، پول از اون ابجکت، پول از اون یکی ابجکت دیگه که نمیدونی دقیقاً از این ابجکت ها هر لحظه از زمان چند تا داری، ولی میدونی حد اکثر 1000 تا از این داری، 500 تا از اون داری، 100 تا از اون مثلا، برای همین پولا رو با اون اندازه میگیری، یه کارایی میکنی، گاهی وقتا یه بحثمون داره دور میشه دیگه، اینا مشکل ما الان نیست واقعا. خب اول از همه من این اینترفیسی که طراحی کردم برای الوکیتور کاملا ناقصه، من باید علاوه بر این پارامترهایی که الوک و فری میگیرن، به اینا باید یه سری پارامتر دیباگینگ هم اضافه کنم که میتونه اختیاری باشه میتونم نباشه. یعنی مثلا بهش بذار اکسپلیسیت بنویسم برای خیلی سخت شد تبدیلشون میکنم به استراکت. بذار استراکت رو بنویسم، استراکت الوک پارامز میتونه، الوک دیباگ پارامز میتونم بذارم اسمشو. چی داره توش دیباگ پارامترهای الوکیشن چیه؟ اینکه تو چه فایلی الوکیت شده بود؟ char const pointer function int line از چه خطی، شماره خطی، کی الوکیت کرده بود این ابجکتو؟ میخوام بدم به فانکشنم که بدونه اون. با روش‌های بهتری هم میشه این کارو کرد، ولی اون روش‌ها سیستم دیپندنته. مثلا تو استک میتونیم بگردیم ببینیم فانکشن الوك رو کی فراخوانی کرده، کجای کد بوده، اسم فانکشنش چی بوده، ولی اینا پلتفرم دیپندنت و سیستم دیپندنت، یعنی مثلا کامپایلر دیپندنت معمولا. چیز پورتبلی، راه پورتبلی براش نداریم. برای همین من از این سیستم است. اینم مثلا یوزر دیتا
این میشه حجمش میشه 24 بایت الان که حجم خوبی نیست. بذار فانکشن رو حذف کنم، فایل و لاین و یوزر دیتا که میشه 16 بایت. حالا بعدا اگه بذار اینو کامنت بذارم باشه. و به فانکشن های الوکیشن و ریالوکیشن و فریم یه دونه از اینا پاس میدم. الوک دیباگ پارامز بذار بای ولیو پاس بدم. نه کانسترف این هنگ میخواد بره بالا تو استک. کانسترف دب دی بی جی پارامز اینو من به ریالو که من پاس بیدم. به چجوری آپشنال الان این پارامتره؟ آپشنال نیست. ایماسی آپشنال شکنج کار میکردی؟ یه اوورلود بعد از این نوشتم که باشه یا نباشه. اوورلودش رو ممکنه بنویسم ولی فعلا نداشته باشیم بهتر. میخوام ایرور بده بهم. الان ببین اینا الان ایرور دارن، باید برای اینو پیاده کنم، اینو برای اینم پیاده کنم و برای اینم اضافه کنم و به این forwarding allocator هم باید به اینا رو بشه اضافه کنم. خب حالا تو پیاده سازیش کجا بود پیاده سازیش allocator cpp اولین فانکشن هم اینه. توی root allocator هم من از اینا هیچ استفاده نمی کنم برای اینکه بهم warning نده. اسم پارامترش رو وقتی نمیخوام استفاده کنم comment میکنم. من با این کارام هی دارم هزینه مموری الوکیشن رو زیاد میکنم ولی در مقابل هزینه واقعی مموری الوکیشن، هزینه میانگین مموری الوکیشن این خیلی زیاد نیست. او به کانستراکتور چه زیاد کرد ریالوکیشن ها اثر تارو چرا رو گرفت. لوک ریالوک و فری درست. الان چی درد این چیه؟ current size is undefined. حالش نیست که حالیش یه چیزه. empty control statement found is this intent. اسرتم باگ داره تو ماکرو اسرتم. ماکرو اسرتم کو ها چرا تا حالا نایده بودم. ماکرو اسرتم تو اسرت هب یه جایی سیمیکالون اضافی گذاشتم توی یکی از این پیرسازی اثرتو. دو ایف اینجا که به نظر نمیشه اینجور باشه. بزنیم دو ایف نات کندیشن black not assert false فلان 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 semicolon while false. اینه دیگه ماکرو assert درسته. چرا یه ذره قاط زده؟ باید از اون باگای احمقان است که من نمیبینم. allocator cpp error current size identifier not found. یه پرانتز بسته اضافی گذاشتم چیکار کردم؟
M current size دیگه. M current size. اسرچ کن صفر M current size وگرنه بگو نیم چی برمیگردونه، نیم کانسکر کنی چه برمیگردونه، current size. آه اسمش current size نیست، اسمش رو عوض کردم، یه چیزی گذاشتم تو assert هم ازش نکردم، چه عجیب. اندو میکنیم با فضاحت تمام، میریم توی allocator hpp، اسمش شده allocated، اسمش دیگه current size نیست. پس چرا اونجا از استفاده نکردم؟ وقتی allocatorمون رو داریم destroy میکنیم باید سایزی که الان ازش allocate شده صفر باشه، وگرنه یه باگی حتما داریم. این به ما نمیگه باگ کجاست، ولی میگه یه باگی داری. از وقتی این allocator رو ساختی تا الان که داری destroyش میکنی همه ی اون memory هایی که allocate کردی رو آزاد نکردی. این مشکل قاعدتا تو root allocator هم هست. root allocator چه کار میکنه تو destructorش؟ اگه صفلان بود ریپورت کن یه چیزی رو و دیباگ بریک کن. اوکی دو تا کار مختلف میکنه، اینو باید خوش کنه شو. خب اینا اونجایی که تو مین برای همجوری سمپل از آنه. خب یه پارامتر نمیگیره. این الان اونجایی که داره آپستریم الوکیتورش رو فراخوانی میکنه دیگه. الوکیتور آپستریمش هم احتیاج به اینا داره، بهش دیباگ پارامز رو همونجوری که گرفتم پاس میدم. اینم همینطور. تو این نباید کامنت شده میذاشم چون این فوروردینگ الوکیتوره دیگه، نمیدونی که الوکیتور پرنتش چیه. دیباگ پارامز ببین الوکیتور چیز چی کار میکنه. ریالوک مثلا ام الوک الوک فوروردینگ الوکیتور اولا چک میکنه ببینه بنز کافی جا دارم یا نه. این الوکیتور کارنت سایزش بذار اون سایز گذاشت درخواست کردم آیا به سایز کپ میرسه یا نه. اگه میرسید یه وارنی بده که والا فیل الوکیشن دو تو مکس سایز لیمیت وایلیشن. بعد الوکیتور الوکیشن پرنتش رو فراخوانی کن، ام آپستریمش رو فراخوانی کن، عیناً مموری رو از اون بگیر و اگر مموری داشتی واقعا سایز تو اضافه کن و مموری گرفته بودی. برخلاف نیو تو سی پلاس پلاس این الوکیتور رو نال برمیگردونه، نیو نال بر نمیگرده، نیو اکسپشن ترو میکنه. انقدر من تو کدای سی پلاس پلاس میبینم که خور باز مقدار بازگشتی نیو رو با نال مقایسه میکنه. یه نوعی از نیو داریم، یه اورلودی از نیو داریم که چیز برمیگردونه، نال برمیگردونه، من تا اون یه جور خاصی باید این واکش کنیم. خب خب الان من دیباگ پارامز رو اضافه کردم به الوکیتورم، وارنینگی ندارم، ارورم ندارم. یه الوکیتور جدید میخوام بنویسم شبیه این، اسمشو میذارم، اسمشو بذارم دیباگ فوروردینگ الوکیتور، ولی اسمشو فقط میذارم دیباگینگ الوکیتور. کی به کی دیباگینگ الوکیتور من ساده ترین اروری که میتونه جلوشو بگیره چیه؟ تو مموری الوکیشن چند تا ارور مختلفو بگو، اروری که میتونه تو در مورد مموری الوکیشن اتفاق بیفته. یه اروری اینه که مموری رو الوکیت کنی هیچ وقت آزادش نکنی، این همون چیزی که بهش میگیم مموری لیک، درسته؟ یه اروری که خیلی خطرناکتر از اینه ولی خب خیلی جلوشو گرفتن سخت تره و ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، الان پلن من نیست که جلوشو بگیرم، استفاده از دنگلینگ رفرنس، یعنی مموری رو بگیری آزادش بکنی یا حتی مموریت تو محاسبات مموریت خراب اشتباه بشه یه پوینتر اینوالید داشته باشه که به مموری که مال تو نیست یا اون چیزی که فکر میکنی توش نیست یا اون جایی که فکر میکنی نیست اشاره داره میکنه و سعی کنی از این استفاده کنی. این دنگلینگ رفرنس و این چیزاست که ما کاری بهش نداریم. یه جور ارور دیگه چیه؟ اینه که مموری رو موقعی که الوکیت میکنی 100 مگابایت الوکیت چون 10 مگابایت الوکیت کنی وقتی داری آزاد میکنی بگی این مموری 1 مگابایتیه بیا آزادش کن. تو اینترفیس استاندارد الوکیشن سی سایز نیست، یعنی تو موقع فری کردن مموری وقتی حافظه رو الوکیت می‌کنی میگی ایکس بایت می‌خوام، موقعی داری آزاد می‌کنی میگی این پوینتر رو آزاد کن، به من رفتی نداره چند بایته. ولی اینترفیسایی که من نوشتم اینجوریه که نمی‌فهمم که تا کجا رو آزاد کنم. حالا بهت میگم تو اینترفیسش اینجوریه، بهت میگم چجوری می‌فهمه. ما بعد یه نمونهشو پیاده کنیم، ولی من تو اینترفیسم دقیقاً اینجوری نوشتم که حتماً باید سایز رو بهش بدی
به دو دلیل، یکی اینکه کار الوکیتور رو خیلی راحت میکنه وقتی سایزوش میدی، اون محاسبات داخلیشون راحت میشه. الان من الوکیتورم خیلی راحت میتونن بوک کیپینگ داخلیشون انجام بدن دیگه. 100 مگابایت الوکیت کرد، 100 مگابایت فری کرد، پس چی الوکیت نکرد. اگه ندونم اون بلاک چند بایتیه نمیتونم موقعی فری کردم بدونم چقدر حافظه آزاد شده دیگه که تو محاسبات داخلیمون ارزه بگیره. یه مسئله دیگه هم هست اینه که اگر موقعی که حافظه رو داره الوکیت میکنه بگه این 383 بایت وقتی داره آزادش میکنه بگه بیا این حافظه 382 بایتی رو آزاد کن، یعنی یه چیزی اشتباه، یه غلطی داره میکنه که اشتباه داره، یه کاری رو داره اشتباه میکنه، فکر میکنه تایپ آبجکتش فکر میکنه x در حالی که y بوده. برای همین من موقع آزاد کردنم سایز ازش میپرسم، یه جور ریداندنسیه تقریبا میارزه. قطعاً لازم ندارم ولی آره باعث میشم بتونم ولیدیت کنم یه سری اسامشن رو. ساده ترین باگی هم که میتونم دیتکت کنم همینه که آیا موقع فری کردن سایزش با اون سایزی که موقع الوکیت کردن داشته یکی هست یا نه. برای اینکه این کارو بکنم چه کار میتونم بکنم فکر میکنید؟ چه جوری میتونم اینو پیاده کنم؟ سایز رو بفهمیم. تو چجوری الوکیت میکنی؟ میگی چند تا از سایزا یه تایپی رو به من بده؟ نه. الوکیشن منو میتونی اینجا ببینی. تو روت الوکیتور پرسایزشو میتونی اینجا ببینی. الوک کن انقدر بایت، منم ملوک میکنم انقدر بایت. همین. یعنی هم به همین سادگی. خب اینا استور کنیم. چرا کجا استور کنیم؟ اصلا این الوکیتوره سینگلتونه یعنی؟ نه نگرانی سینگلتون بودن یا نبودنش نباش. خب کجا؟ نه یه سینگلتون نیست از نظر اینکه یه دونه ازش داشته باشین، اینجوری نیست. چی اینجوری نخواهد ممکنه؟ نه اوکی بعضی چیزا اینجوری هستن ولی الوکیتور اینجوری نیست، نمیخوام اینجوری باشه. ببینید که به نظر من یا باید یه متغیر باشه یا باید یه آرایه یه چیزی نگردید که هیستوری داشته باشه توش. ببین یه جمع کنیم در مورد این صحبت میکنیم ولی خب مشخصا جواب اینه که باید این سایزی که موقع الوکیشن داده رو من یه جایی ذخیره کنم. موقع فری وقتی میگه سایزش انقدر، من با اون سایز موقع الوکیشن کردم مقایسه کنم اگه همون نیست دقیقاً یه اشتباهی اتفاق افتاده دیگه، یارو داره اشتباه میکنه. آره ولی سوال این بود که اون عدد رو کجا ذخیره بکنیم که خوب باشه. آره به ازای هر مموری الوکیشن باید این سایز رو ذخیره کنم، درسته؟ نه زیاد کنم. نه سایز جداگانه رو باید ذخیره کنم. نباید اینجوری باشه که یارو یه حافظه 100 بایتی الوکیت کنه بعد یه حافظه 200 بایتی الوکیت کنه بعد بگه این پوینتری که بعد بگه یه 150 بایتی آزاد کن یه 150 بایتی دیگه هم آزاد کن، بعد بگم خب هیچی به هیچی پس همه چی درست. بعد یکی از اون 200 100 رو بگه دیگه. آره خب همین دیگه، یعنی پر بلاک مموری، یعنی این بلاک 200 بایتیه من باید بدونم این بلاک 200 بایته. برای من گفتم اون بلاک استوری رو نگه داریم دیگه به ترتیب هم خواه آزاد نمی‌کنه، اینجوری است که 100 بایت رو الوکیت کنه بعد 200 بایت رو الوکیت کنه بعد حتما 200 بایت رو آزاد کنه بعد 100 بایت رو آزاد کنه. نه ترتیب من منظورم نبود که جاش منظور این بود که هیستوری داشته باشه، منظور این بود که اتفاقات جدا جدا باشه. همین این یه 200 یه 100 بوده. اوکی. حالا ترتیبش حالا خب بچه چجوری پیدا کنم وقتی بهم میگه این حافظه رو آزاد کن، من از کجا بفهمم اون حافظه واقعا سایزش چقدر بوده؟ و من که تو رو گمراه کنم سوال میپرسم در جوابش و میگم که دو تا 100 بایتی باشه از کجا معلوم این واقعا مرد مردونه مردش اون 100 است که واقعا گرفته بوده؟ شاید اشتباه کنه و یه سری دیگه من که نمیتونم دیگه همه مشکلای دنیا رو حل کنم یا مشکل همه مشکلای دنیا رو حل کنم به قحط یا پایان بدم نمیدونم فلان کنم با یه مموری الوکیتور. درسته همه مشکلات رو من نمیتونم حل کنم، بعضی مشکلات رو میتونم حل کنم. خب جنگامو انتخاب میکنم دیگه، من این مشکل رو چون میتونم حل کنم حلش میکنم، بعضی مشکلات دیگه نمیشه. درست. خب پس هیچی برگردیم سر سوال تو که چجوری بفهمیم که کدوم بوده؟ کانسپچوال من میتونم مثلا یه دیکشنری داشته باشم، حالا یه تیبلی داشته باشم از این که این پوینتره سایزش چقدر بوده، کلید اون تیبل هم کلید اون دیکشنری از تو دیباگ پارامتر دیگه. این همین دیتا رو تو مالی نداری؟ نه که کی صدا کرده چرا صدا کرده. فرض کن دیباگ پارامتر در کانکشن دیباگ پارامتر چیز دیگه است، برای ریپورت دادن نه واسه ترک کردن، واسه ریپورت دادن. فرض کن هر بلاک حافظه که من الوکیت میکنم یه پوینتری بهم برن، یه پوینتری داره اول این بلاک حافظه دیگه، درسته؟ توی تیبل یه جای دیگه تیبل فرض کن خارج از حافظه است مثلا، چون داریم مموری الوکیشن پیاده میکنیم اگه خود اون تیبل هم بخواد مموری الوکیت کنه یه ذره واسه خراب میشه، ولی برام فرض کن اون تیبل یه جای دیگه حافظه است،
تو این تیبل کلید من پوینتر آدرس حافظه است، ولیوم سایز بلاک. خب پس وقتی یه بلاک حافظه الوکیت میکنم رو خونه 400 اوم که سایزش 200 بایته، تو این تیبل با کلید 400 اندازه 200 اینسرت میکنم، اضافه میکنم تو این دیکشنری. خب بعد که یارو میخواد آزاد کنه پوینترش رو من میده، سایزش هم به من میده. پوینتر که به من میده رو من تو این تیبل میگردم. اولا اگه پوینتر تو این تیبل نباشه یعنی چی؟ یکی یارو اصلا مال ما نیست، یعنی این پوینتر آره دقیقاً یا مال ما نیست یا این پوینتر رو قبلا آزاد کرده یا این کسی هیچ الوکیت نکرده بود پوینتر رو از آسمون آورده حالا میخواد آزادش کنه. این از این. اگه پوینتر تو این تیبل من بود دقیقاً همون پوینتر، ولی سایزش هم میتونم لوکاپ کنم دیگه، سایزش فرقش اون وقت میفهمم که با یه سایز الوکیت کرده با یه سایز دیگه آزاد میکنه. خب اون تو تیبل رو نمیتونم و نمیخوام تیبل رو. کجا میتونم ذخیره کنم سایزو؟ از شنوندگان عزیز عذر میخوام، من دارم خیار میخورم. بالاخره پلن ما یه جای خیلی واضح هست. یه حالت هم اینه که با خود اوورهدش خیلی زیاده، ولی با خود الوکیشن نموری که میدی یه دونه از اینا کنارش بذارید، یعنی دیتاشو با خودش باشه. چرا اوورهد زیاده؟ از اون تیبل زیادتره؟ اوورهد زیاد نیست. خب میگم منو که اوورهدش خیلی کمه، ایده اصرار داری اوورهد فکر کن تو من میگی بیا 200 بایت الوکیت کن. خب من میدونم که هک کنم کلت بگم برو. نه من میدونم که تو 200 بایت من گفتی میخوای الوکیت کنی، من سایزش هم میخوام نگه دارم. خب و سایزای منم 8 بایتی ان، 8 عددای 8 بایتی ان، 64 بایتی ان، آنسن لانگ لانگ ان، هرچی. البته سایز تایپ من نمیدونم چی الان آنسن لانگ لانگ داره. آنسن لانگ لانگ خیلی خوب بنزه سایز تایپ دیگه. فرض کن من به تو برای تو صحیح از این میخوای بگی اصلا نه، من برای تو به جای اینکه 200 بایت الوکیت کنم 208 بایت الوکیت میکنم. تو 8 بایت اول سایز رو مینویسم، منتها به خاطر اینکه تو خراب نکنی سایز رو اوورراید نکنی 8 بایت پوینتر رو میبرم جلو. این 8 اینو میدم به تو، یعنی من تو خونه 400 الوکیت کرده بودم 208 بایت تو، من آرزه 408 به تو میدم و تو هم میری و زندگی تو میکنی دیگه. وقتی که میخوای آزاد کنی 408 رو من پس میدیم، یه سایز 190 بایت. من از اونجا 8 بایت میرم عقب نگاه میکنم ببینم چه عددی نوشته، میبینم نوشته 200، تو من گفتی 190 بایت، چون نمیخونه میگم اشتباه کردی. الوکیتور عادی سی هم همین کار میکنه، حاضر نه که سایز بلاک های حافظه رو میدونه، اولش می‌نویسه بلاک که به تو داره قبل از اون پوینتری که به تو داده اونجا چیزایی نوشته. گفتی ما این کار نمی کنیم که درد سر داره. چرا نمی کنیم؟ در نمیسی درد سر داره؟ نه بهترین کار همینه دیگه. محاسبات ما رو پیشیده می کنم. چه محاسبات رو پیشیده؟ نه سی هم این کار رو می کنه، سی این کار رو می کنه، ولی ما نمی تونیم پورتبل از سی بپرسیم، چون هر رانتایی ممکنه یه کاری بکنه، یه جور دیگه ممکنه ذخیره کنه، یه کارهای دیگه بکنه، من کاری به این موضوع ندارم، ولی اکثر اوقات هیپ الوکیتورها این کارو میکنن. که الان دارم بهت میگم سایز بلاکو قبل از بلاکی به تو میدن نگه میدارن. دو تا سوال، یکی اینکه مگه بقیه دیتا استراکچرها شبیه این نیست؟ مثلا آرایه مگه اندازش مثلا اون اولش نمیدونه که سایز آف میکنه میره جلوتر؟ یا مثلا نه دقت کن اینترفیس مموری الوکیتور رو نگاه کن، این که نمیدونه داره آرایه الوکیت میکنه، داره چه کوفتی الوکیت میکنه. تو بهش میگی 493 بایت دیتا به من بده، اونم 493 بایت بده. مکانیزم رو میگم، این فکر رو میگم. خب جا دیتا استراکچر دی ای داریم که نیتیو زبون باشه و این مال لایبرری نباشه سایزش هم کار بکنه. آره تو سی نداریم، تو پاسکال مثلا پاسکال های داس اس تایپ، یعنی بورلند پاسکال، تورو پاسکال تایپ استرینگش سایزش اولش بایت اولی سایزش مونتا. تو پاسکال تو با مموری را کار نمیکردی، تو آرایه یه پوینتر آرایه اگه من به تو بدم مموری مملک کنم بعد یه پوینتر آرایه به پس بگیرم، اون پوینتری که به من داده شده باید واقعا اول آرایه باشه، نمیتونه اونجا پوینتری که من داده میشه یه چیزی باشه بعد آرایه شروع بشه. شما پراد اوورایت کنید هیچ کم نمیتونه ایراد بده دقیقاً، چون خونه صفر اون وقتی میمیسی یعنی همونجا رو بنویس، برای همین اون میذاره قبل از این، یعنی اون پوینتری که به تو میده پوینتری نیستش که از سیستم دریافت بلاک حافظه که الوکیت کرده، واقعا پوینتر اولش نیست، پوینتر یه ذره جلوترشه. کی اینو منیج میکنه تو پاسکال؟ پاسکال گفتی پاسکال اینجوریه دیگه، پاسکال استرینگش اینجوریه. خب پاسکال تو به مموری خام اون استرینگ دسترسی نداری، یه کلاسی، یه کلاس مانندی به اسم استرینگ داره که یه سری اپریشن روش تعریف شده، اون اپریشن همشون میدونن که بایت اول سایزه. بعد کی گارانتی میکنه؟ خودت گارانتی میکنی که رو اون 8 بایت اولی که مال تو کس چیزی نمینویسه؟ اصلا یکی از مشکلات همینه، یه باگ خیلی عادی حافظه اینه که این؟ نه از عقب از اینجا بزنی عقب،
بنویسی 4 آی مساوی است با 20، آی بزرگتر است از منهای 7، آی ماینس ماینس، همشو صفر کن، بری عقب از حافظت بزنی، از عقب حافظت بزنی بیرون و روی سایز اوورایت کن. نه اینکه اون کسی که به شما حافظه رو میدی خراب کنه یه بحث دیگه است، واسه من اینکه خود تو چه جوری اون حافظه که 8 بایت که رزرو کرده به کسی ندی، نمیدم به کسی. من 8 بایت، من 8 بایت اون پولی که از یارو من گفته 200، من 200 بایت الوکیت نمی کنم، 208 بایت الوکیت می کنم. برای همین 208 بایت الوکیت شده، یه جای مارک شده که این 208 بایت الوکیت شده است، دست به این کسی نزنه. اینا چه جوری بوک کیپینگ می کنی؟ بوک کیپینگ من انجام نمیدم دیگه، وقتی املاک می کنم از سیستم میگیرم، املاک تضمین میکنه حافظه ای که آلدی الوکیت شده رو دوباره به من پس نده دیگه، دوباره پوینترش رو من نده، یعنی اون رنج حافظه ای که قبلا الوکیت شده، رنج های حافظه ای که الوکیت شده رو من نمیده دیگه، وگرنه سی کار نمیکرد اصلا. این املاک حافظه تیکت اجابت میده، حافظه اجابه، حافظه غیر اجابه میگه داری. وقتی من به املاک میگم که من 100 بایت حافظه بده، یا 100 بایت حافظه پشت سر هم کانتیگیوس به من میده، یا هم میگه ندارم. و ضمناً املاک دقیقاً همین کثافت کاریایی که ما الان میخوایم بکنیم خودش میکنه ها، یعنی من یه عالمه از کارا اینو دارم دوپلیکیت میکنم. املاک خودش وقتی بهش میگم 100 بایت الوکیت کن، خودش 140 بایت الوکیت میکنه، 160 بایت الوکیت میکنه، یه عالمه خرت و پرت میچسبونه سر تایی تاش هم میذاره تازه. چرا سی که مگه به خاطر این خفن نیست که اوورهد نداره، هیچ کاری هر کاری تو بگی همون انجام میشه. خب میتونی از املاک استفاده نکنی، خودت بنویسینو. املاکم معمولاً ورژن مختلف داره، مثلا تو دیباگ و ریلیس کارهای مختلف میکنه، تو ریلیس اوورهد کمتر داره، دیتا کمتر میذاره، ولی حداقل چیزی که باید ذخیره کنه این سایز است، یعنی بلاک تو سایزش رو حداقل باید ذخیره کنه حداقل. چیزای دیگه هم معمولاً ذخیره میکنه که حالا میبینی. یه مشکلی که این سایز فقط ذخیره کردن اولش داره رو به جز اینکه یکی ممکنه یوزر بزنه بیاد عقب اوورایت کنه سایز و همه چی خراب شه، عدد ممکنه بزرگ بشه جانشه تو اون 8 بایت، نه مقدار 8 بایت تا 2 به توان 64 منهای 1 توش جا میشه، کل ادرس اسپیس اون توش جا میشه. عدد مشکلی عدد یه مشکلش اینه که من به تو اون دیکشنری یکی از خاصیتاش این بود که اگه من به تو یه پوینتر چرت میدادم تو میفهمیدی، اگه من به تو یه پوینتر الکی که از آسمون آورده بودم رندوم دیتا رندوم توش بود میدادم میگفتم اینو برای من فیل کن، هم بس این عدد است که ممکنه صد یه صد دیگه باشه شما اسمیه. نه آره یه تقریبا یه پوینتر تو من میدی خونه 400 حافظه، من هیچ وقت تو نمیام 400 آزاد کنم، من به تو میگم 411 آزاد کن. خب من به تو یه پوینتر میدم به خونه 411 حافظه داره اشاره میکنه، تو 411 حافظه رو نگاه میکنی، سایز رو قبلش ذخیره کردی دیگه، 8 بایت قبل اینو میخونی، اون 8 بایت قبل این توش نوشته 400 میلیون، تو خیال میکنی اینجا یه بلاک 400 میلیون بایتیه و میری از دیتاها 400 میلیون تا کم میکنی از اون بوک کیپینگ تو اینا. حالا برای اتفاقا اینجوری میفته. خب از کجا میفهمی که این پوینتری که یارو به، یعنی این مهمه دیگه، یه جوری باید بفهمی این پوینتری که یارو به تو داده واقعا تو الوکیت کردی، واقعا پوینتر اول بلاک حافظه است. دقیقاً یه راهش اینه دیگه، دقیقاً یه راهش اینه، امضا میذاری اونجا. امضا میذاری آره تو حافظه یه عددی مینویسی، هیچ کی تا حالا ننوشته، نه یه عدد رندوم مینویسی، میتونی واقعا رندوم یه عددی هر به ازای هر الوکیتور یه سیگنچر رندوم جنریت بکنی، واقعا میتونی کار بکنی، اصلا الکی نمیگم، این اصلا شوخی نیست، و اینو بذاری دقیقاً قبل از بلاک حافظه یارو، یعنی اول سایز رو بذاری بعد این سیگنچر رو بذاری. فرض کن سیگنچر هم 8 بایت باشه، ایمیل سرور یعنی چی؟ فرض کن سیگنچر هم 8 بایت باشه. خب پس تو قبل از بلاک حافظه یارو یه 8 بایت می‌ذاری که سیگنچره، یه عدد رندوم مثلا توش نوشتی دد کد، مثلا دد کد که میگم هکس دیگه، دی ای دی سی 0 دی ای، اینو می‌ذاری، این 4 بایت الان، ولی خب برام کافه بیب مثلا یه چیز از اینا می‌ذاری دیگه توش، سی دی سی دی سی، 8 بایت یه چیزی می‌ذاری سیگنچر خودت. دیده بودم تو ای اس او دی ای ویندوز، سی دی سی دی سی دی ویندوز مموری که به تو میده با سی دی سی دی سی دی سی دی اینیشیالایز میکنه، یعنی دیتای بی خود توشه، مونتا جاهای مختلف و جورای مختلف اینیشیالایز میکنه، استک رو یه جوری اینیشیالایز میکنه، هیپ رو یه جوری اینیشیالایز میکنه، به هر حال چیزای مختلف اینیشیالایز میکنه. خلاصه 8 بایت اینو میذاری، سیگنچر رو میذاری، 8 بایت قبلش سایز رو میذاری. از این به بعد من یه پوینتر به تو میدم میگم اینو برای من آزاد کن، تو 8 بایت میری عقب نگاه میکنی ببینی اون سیگنچری که انتظار داری هست کنه، اگه اون سیگنچری نباشه برمیگردی من میگم این حافظت این ولیده، پوینتری که من دادی این ولیده، این پوینتری که میگه آزادش کن بیخود. اگر اون سیگنچر درست بود 8 بایت میری عقب تر سایز بلاک رو در میاری، بعد سایزی که یارو بهت داده رو با این مقایسه میکنی، اگه سایزم یکی بود حافظه رو آزاد. حالا یه کار باحال، این 8 بایت هم خاصیتش اینه که
یک کمی جلوی پوینتر اشتباه دادن و تصادفاً یه حافظه بی رفتی رو آزاد کردن رو میگیره. هش به دوگه میگیره آره سیگنچر سنتینل بهش میگن سنتینل. این سنتینله این نگهبانی که گوشتین تا سنتینل به خیلی چیزا دیگه هم میگن، مثلا تو لینک لیست اون گره آخرش ممکن است اسم سنتینل باشه، ولی این سنتینلی که گذاشتی اینجا، گاردی که گذاشتی اینجا، جلوی از حافظه بیرون زدن هم میگیره یک کمی. اگه تو شروع کنی به نوشتن حافظه و اینا رو اوررایت کنی بره، بعد پوینتر رو بدی من بگی آزاد کن، پوینتر اوکی ها، ولی منو سیگنچر هم میگه اونجا نیست به احتمال زیاد، اگه تو مرتب همه رو نوشته باشی و دقیقاً همین دیتاهای منو روش ننوشته باشی تصادفاً، به احتمال زیاد این توش این نیست و تو به من میگی که، یعنی من به تو میگم که این پوینتر اینوالیده و تو کلتو چک میکنی میبینی که نه پوینتر رو اینجا الوکیت کردی، همون پوینتر رو داری الوکیت میکنی، میتونی بفهمی که حافظت رو اوررایت کردی، یعنی از پوینت میتونی همین کارو تهش هم انجام بدی، یعنی همین سنتینل رو، چون معمولا از ته میزنی بیرون نه از سر، میدونی از پایین نمیزنی بیرون، از بالا میزنی بیرون، معمولا بافر رو اوررن میکنی نه اندرران، معمولا این کارو میکنی، میتونی تهش هم همین سیگنچر رو بذاری و هر دو تا رو چک کنی موقع آزاد کردن، تهش هم سالمه یا نه، آره تهش از تهش هم نزده باشه بیرون. دقت کن که تو ممکنه دقیقاً پریده باشه، خیلی هم اتفاق میفته، تو مثلا 100 باگ 100 باگ 100 باگ داری مینویسی توی لوپی داری 100 باگ اشتباه کردی دیگه، باگ که چاخودو نداره، آره این دو تا سیگنچر سالمن همه ی حافظه خراب شده، آره. ولی به هر حال بحث احتمالات، تو بعضی از باگا رو تضمین نمی‌کنی که باگ رو بگیری، ولی بعضیا رو میگی. به هر حال پس اولش، اول حافظه من یه قبل از بلاکی که به یوزر تحویل میدم، من یه سیگنچر میخوام، دارم از جلو از آخر میرم عقب، یه سیگنچر یا یه سنتینل میخوام، سایز میخوام، یه چیزای دیگه هم میتونم توش بذارم، مثلا چی؟ حالا فعلا کاری اون چیزا دیگه نداره، فعلا بذار سایز رو پیاده کنیم. خب اینجا من میخوام الوکیتورم دیباگینگ الوکیتور چه سوری خواهی دارم. اوکی دیباگینگ الوکیتورم رو میخوام پیاده کنم، خب یه لحظه دلم برای وبکم تنگ شد. خوبه فیلم برای داری نمی کنی موقع نمی کنی خسیدی نمی کنی. خب سایز تایپ هم حالیش نیستین، سایز تایپ اینجا الوکیتور کالن کالن نمیشتم، خب دیباگ الوکیتور یه سری، حالا اونا رو بعدم می‌نویسم، فعلا ریترن کن سایز کپ بذار اینا رو فعلا صفر ترن کنم، چیزای دیگه ای لازم دارم. خب دیباگینگ الوکیتور رو ما احتمالاً با مکسیموم سایز نمیخوایم استفاده کنیم، چرا میخوایم با مکسیموم سایز دقیقا استفاده کنیم؟ پس اوکی اولا آپستریمش رو من می‌نویسم، upstream هست، upstream برام چه upstream که بهش پاس دادم، یه دیگه رو constructor چجور نوشته بودم، size cap current size
اوکی. یه الکی اثرت هم داره. سایز کپ. دیباگینگ الکیتور اینو یه فکری باید واسش بکنم تو کانستراکتورش دستراکتورش الان لازمش ندارم. اینجا ریترن کن چون من یادم میره چیکار کردم توی این اسمای بدیه اصلا من این کارو نمیخوام نباید بکنم ولی خب فعلا باشه. کاری که من میخوام بکنم اینه که اول بلاک حافظه هم یعنی قبل از بلاک حافظه هم یه دیتا استراکچر دیگه بذارم، یه دیتا استراکچر خاص بذارم. استراکت هدر و استراکت فوتر. سایز تایپ کاست ام استاتیک کاست سنتینل 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 ولیو مساوی است با چی؟ سفرکس دد کود 42 42 42 مثلا. خیلی سنتینل ولیو بدیه، سنتینل ولیو رو نباید اینجوری انتخاب کرد. باید من رندوم وقتی دیباگینگ الوکیتورم داره کانستراکت میشه یه عدد رندوم جنریت کنم به ازای این اینستنس از دیباگینگ الوکیتورم و رندوم بذارم اونجا. و چرا این کارو می‌کنم؟ تنبل من که رندوم نامبر جنریتور خوب هنوز ندارم. وقتی رندوم نامبر جنریتور خوب پیدا کردم بعد میام اینو یعنی پیاده سازی کردم بعد میام اینجا اینو عوض می‌کنم. هدر هدر من توش چی داره؟ هدر من یه دونه آخرین عنصرش که هست سنتینل سایز تایپ سنتینل. قبل از این سایز تایپ بلاک سایز فعلا این دوتا هست و تهش هم تو فوترم هم سنتینل یه دونه سایز تایپ سنتینل میذارم. هر بلاکی که میخواد الوکیت بشه اینجا اولا چک عادیشو باید انجام بدم. اینکه بذارم الوک فرم متد الوکیشن اینو بیارم. باید نباید اینجوری مینوشتم، باید یه متد پرایوت الوک یا ریل الوک همچین چیزی تو پرانتز میذاشتم. مهم نیست. الوکو اینجوری انجام میدم. اولا سایزو چک میکنم، این کارا رو که باید بکنم. current size 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 cap این کارو که باید بکنم هیچ. فقط سایز من این نیست دیگه، سایز من اون سایز ریکوستد. من یه ریکوستد سایز میذارم و یه سایز تایپ ریل سایز مساوی است با ریکوستد سایز به اضافه سایز اف هدر به اضافه سایز اف فوتر. اینقدر من حافظه الوکیت میکنم، نه اون سایزی که اون خواسته، ریل سایز اکچوال سایز اکت سایز. برای اینکه ریل و رک شبیه هم اکت سایز اگر اینجوری بود. خب حالا چقدر به پرنتم میگم سایز من بده؟ پرنت هم میگم به اندازه اکچوال سایز به من سایز بده. این چیه؟ این به اندازه بلاکی که یوزر میخواد، یه هدر اولش یه فوتر آخرش. حالا هدر فوتر هرچی توش بود دیگه. و اینجا هم کرنت سایز رو به اضافه مساویه 6 بایت داره؟ نه الان 3 تا 8 بایت، 24 بایت اوورهدمون. اوورهدمون الان 24 بایت، یعنی به ازای هر الوکیشن من 24 بایت دارم اوورهد میذارم. یعنی یارو بگه 2 بایت الوکیت کن، من 26 بایت الوکیت میکنم. اوورهدمون از این بیشترم خواهد شد، نگران نباش.
حالا که الوکیشن من انجام شد برای اکچوال سایز، اگر واقعا انجام شد، اگر انجام شد الوکیشن من مطابق بود، نویز بندازم فقط می‌پرسم این تو بیلد ریلیز و بیلد نهایی که گولد ورژن اینا، باز اینا رو نگه می‌داره تو؟ نه اونا رو دیگه. ببین این امکان رو به من میده، این دیباگینگ الوکیتور کلاس اکسپلیسیته، این امکان رو به من میده که من تو بیلد نهایی یا فلان هم این دیباگ الوکیتور داشته باشم همچنان. مثلا فرض کن من یه اسکریپتینگی پیاده میکنم که پیچیده است و مموری الوکیشن داره، تو اون همیشه میخوام الوکیشنم دیباگ اینفورمیشن باشه، مثلا دیگه، که تا روز آخرم بتونم دیباگ کنم الوکیشنم. حالا مثلا این دیباگ الوکیتور رو نباید برای اسکریپتینگم استفاده کنم، ولی برات ولی این امکان رو من دیگه ران تایم من حتی سلکت کنم، یعنی ران تایم انتخاب کنم، از اینجا به بعد این الوکیشن رو از توی دیباگینگ الوکیتور انجام بدم، چون آبجکت جدا هم و ران تایم انتخاب میکنم کدومو بسازم کدومو نسازم، با ماکرو و این کارا من نمی کنم، دارم حالا میبینی چجوری استفاده میکنم ازش، نگران نباش. خب پس تو بیل نهایی پروژه این معمولا از دیباگینگ الوکیتور استفاده نمی کنم. هدر فوتر فقط مال دیباگینگ داره. آره هدر فوتر فقط مال این دیباگینگ الوکیتور است. بعد خاصیت چرا بر بقیه نمیذاری؟ چرا بذارم؟ آره اوردی زیاده. من از کافی من مشکل مموری الوکیشن دارم. دابل چکینگ رو خب میتونم، ببین من روت الوکیتورمو میتونم یه دیباگینگ الوکیتور بکشم روش و همه که مموری الوکیشنم دیباگد باشه. اینجوری ببین، حالا فرض کن که پیاده سازی کردم، نگاه کن من کاری که الان دارم میکنم، ببین من یه روت الوکیتور میسازم که مقداری حافظه‌ای که میخواد الوکیت کنه کلا رو از کانفیگوریشن فایلش میخونه، بعد این روت الوکیتور رو پاس میدم به کانستراکتور انجینم. اون خط خالیه دیگه میتونه این کارو، نه حالا اون خط خالیه رو برای دلیل دیگه گذاشتم، ولی آره من میتونم این کارو بکنم. من به جای اینکه روت الوکیتور رو پاس بدم به انجینم، من دیباگینگ الوکیتور بسازم، دیباگینگ الوکیتور دی بی جی روت الوک دقیقاً به عنوان پارامتر کانستراکت، یعنی خیال میکنم دارم فانکشن مینویسم، خب بهش آدرس روت الوکیتور رو میدم و همون عدد اون هرچی مثلا صفر اکس برای این که این خیال نکنم دارم فانکشن مینویسم، 2 6 8 10 12 14 هرچی این عدد بزرگتر از این بود بشه خوبه، یه عدد بزرگ مینویسم، مکس میگیره دیگه مهم نیست. و بعد اینجا به جای این که روت الوکیتور رو پاس بدم، دیباگ روت الوکیتور رو پاس میدم. رو پری پروسسور میتونیم سلکت کنیم؟ پری پروسسور نه، از ران تایم اصلا ایف میذارم، اگر کانفیگوریشن فایلت این بود همه موریا رو دیباگ کن وگرنه نکن، همین راحتی، یعنی بدون اینکه برنامه رو ریکامپایل کنم من میتونم سلکت کنم که کدوم الوکیشن انجام بشه، که اینم فیچر خیلی خوبیه. و یا ریران کردم میتونم کلا عوض کنم، حتی اگه کدش نوشته باشم ران تایمم از این فریم به فریم بعد میتونم عوض کنم رفتارم، از الوکیشن دیباگ استفاده کنم. اون یه ذره پیچیدگی دیگه داره، ولی خب به یوزفول به خاصیت این به خوبی این نیست، ولی بدون دیباگ کردن تو ران تایم فقط با چاپ کردن مسیج میخواید پرینت بدی که اصلا یه جوری مشکل وجود داره. آره من اتفاقی که میخوام آخرش بیفته اینه که وقتی یه مموری لیک میکنی یه جایی زودترین موقع ممکن تو کنسول بنویسه که اون مموری که تو فایل فلان خط فلان الوکیت کرده بودی یادت 100 بایت بود، اونو هیچ وقت فری نکردی یا اینجوری کردی؟ نه اینجوری نه. ببین یه جایی که مطمئنم که تو لیک کردی مموری رو، ببین مثلا یه ساب سیستمی ران میشه، ساب سیستم کالیجن فلان پر فریم، خب یه مقدار مموری الوکیت میکنه، یه الوکیتور بهش پاس میدم که بنز 10 مگ جا داره، اون از نوع دیباگینگ الوکیتوره، بس تو این یه مقدار مموری الوکیت میکنه، اون ساب سیستم کارش تای فریم تموم میشه، باید همه حافظه‌اش رو آزاد کنه، ولی همون تای فریم میبینم که از اون 10 مگ مثلا 4000 بایتش رو آزاد نکرده، میگم این دوتا بلاکی که الوکیت کرده بودی اینجا و اینجا آزادشون نکردی. بعضی وقتا این خیلی به درد بخور نیست، چرا؟ چون تو مثلا توی لوپ داری مموری الوکیت میکنی، نمیفهمی کدوم ایتریشن لوپ بوده، ولی بعضی وقتا هم خیلی به درد بخوره، بیشتر وقتا به درد بخوره، حداقل میفهمی که اینجا داری مموری لیک، اینجا داری مموری الوکیت میکنی که داره لیک میشه، بعد میتونی ترک کنی ببینی کجا داره میشه. اگه درست با مموری برخورد کرده باشی، معمولا اگه بدونی چه مموری داره لیک میشه کجا الوکیت شده، تریویاله که بری یه جای آزادش کنی اگه درست با مموری برخورد کرده باشی، ولی سیچویشن هست که واقعا جواب درست اصلا وجود نداره، یعنی نمیدونی که این مموری کجا باید دی الوکیت بشه، چه برسه اینکه بخوای دی الوکیت هم بکنی. مموری الوکیشن به کراش ممکنه بیانجام ها، به کراش برنامه مموری چجوری لیک بشه؟ مموری لیک در تئوری نه، این بد تنتقی میفته اینه که
OS میبندت یا آره دیگه. ولی باگای مموری بد کرش می انجامن مسلماً. ارور معروف ویندوز بود که چی اکسپشن اون هندل اکسپشن. اون همچی چیزیه؟ نه اون دقیقا اون هندل اکسپشنه. مخصوصاً مجموعه که اکسپشن ایترو میشه تو همچی شرایطی؟ آره اگه از مموری تموم بشه اکسپشن ترو میشه دیگه. اوت آف نه اوت آف نه اوت آف مم نیست اسم یادم رفت اسمش یادم نیست اسم اکسپشن اکسپشن استاندارد سی پلاس پلاسه ولی یه عالم اکسپشن دیگه همون میتونه باشه دیگه آن هندل اکسپشن. خب کجا بودیم؟ تو الوکیتور بودیم. آها اگه مموریم درست الوکیت شده بود چیکار کن؟ بزن اینجوری بنویسم اگر نات این ریترن کن نال پوتر و هیچ کار دیگه هم لازم نیست بکنی. خب حالا یه هدر داری اولش، فرض کن داری واقعا یه هدر اول اون جایی که این مموری داره بهش، این پوینتر داره بهش اشاره میکنه، رت داره بهش اشاره میکنه. اسم این رت نمیذارم، میذارم بلاک. خب و رت رو برمیگرده. آره اون رتش یه جور دیگه میگیسن. الان اول بلاک یه دونه هدر باید پر کنم. اول بلاک یه دونه هدره، حافظه‌شو دارم دیگه و هدرشو بسازی با. آره یه هدر یه فانکشن پرایویت که دوست هم می نویسم پرایویت هدر پوینتر هدر وید ستار بلاک و فوتر پوینتر footer void star block و size type user size. این هم هر دوشون constant، حتی static هم میتونن باشن. static هم حتی میتونن باشن، دلیل نداره نه static نباشن. حالا فعلا بذار همینجور کس باشن. خب این چی میخواد؟ خب اگر بلاک به من بده آدرس هدرش رو باید چی برگردونم؟ ریترن کن رینتر همین جایی که هست. بلاک پس نگیرم، یوزر بلاک و یوزر سایز بگیرم. یوزر بلاک و یوزر سایز. اوکی اینجا میگم بلاک من وید ستار بزنم فانکشن بنویسم دیگه star user area void star block. اگه یه بلاک داشته باشم یوزر ایریا شو چجوری برمیگردونم؟ میگم که return کن void star char star بلاک به اضافه سایز آف هدر. این پوینتر یوزر ایریا رو به من میده. پس من میگم که اوتورت مساوی است با یوزر ایریا بلاک. یوزر ایریا بلاک. و اوتو هدر اچ دی آر مساوی است با هدر رت و
و FTR مساوی است با فوتر ریت. آه ریتو سایز، ریتو ریکوستد سایز. خب اینا رو چجوری می‌نویسم؟ اینا رو یوزر بلاک رو داری، هدرش رو می‌خوای ریترن کن، کست رو ویدستار فکر کنم نمی‌خواد، ریترن کن کرستاره کرستاره یوزر لاک منهای سایز آف هیدر من بانه ساید خوش کنم. چرا من مشکل داری تو؟ آه پس باید باید ویدستارم کستش بکن. Void star C++ in C نیست. آه header star C++ هم کست و void star میست که کار میکن. اینم footer star. خب char star user block به اضافه user size. این دارم چیزاشه دیگه، فانکشن های کمکیه که آدرس بلاک رو داشته باشم، هدر قبلش آدرسش چی میشه، فوتر ترش آدرسش چی میشه، از این چیز هست محاسبه اینه. خب الان به یه چیزی رو نظرم رسید، برای سایز چک کردن مثلا بلاک سایز لازم نداره ذخیره کنم، در تئوری فقط یه سنتینل اولش بذارم سنتینل آخرش میتونم، ولی خب بلاک سایز داشته باشم اکسپلیسیت و بهتره، چون سایز رو یوزر به من میده، حتما به من میگه چه سایزی رو میخواد فری کنه، کافی من سنتینل بذارم اولش سنتینل بذارم آخرش چک کنم ببینم اون جایی که یوزر میگه سنتینل هست یا نه، اگه یوزر میگه این 200 بایت 200 بایت جلوتر که سنتینل هست یا نه، اگه باشه یعنی اینکه احتمالاً سایزی که یوزر میگه درسته. خب این هدر، این فوتر، هدر رو پر کن، HDR سنتینل مساوی است با MSC سنتینل ولیو، HDR block size مساوی است با requested size و FTR sentinel مساوی است با MSC sentinel value و return کن آخرش retro. این کاری که برای memory allocation انجام میدیم، current size اون رو زیاد میکنیم و یه سری اطلاعات دیباگ میذاریم سر و تهش. حالا اگر ریالوک رو بخوام پیاده کنم، ریالوک خیلی سخته، ریالوک سخت است، ریالوک چیکار میکنه؟ ریالوک یه بلاک حافظه بهش میدی، میگی من الان این بلاکم انقدر بایته میخوام بشه اونقدر بایت، سعی میکنه در جا اگه بتونه بلاکش رو یه ذره جا به جا کنه. خب ریالوک رو داشتم میگفتم که یه بلاک رو میتونید، الان یه مقدار زیادی پاز بود اونه که. خب برحال ریالوک رو من فعلا تنبلی میاد، برای همین ریالوک رو من این کار رو میکنم که یه بلاک جدید الوکیت میکنم، کپی میکنم همه یه دیتای این بلاک رو تو اون بلاک و بلاک قدیمی رو دی الوکیت میکنم، کار خیلی بده ولی خب برحال این کار رو من میکنم که میگم الوک کن چی؟ الوک کن نیو سایز و دیباگ پارا من فوروارد کن، اگر این تو پیم سایز باری if not bknt 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 valid ptr valid with p return con no ptr. مطمئن نیستم ریالوک وقتی که فیل میشه چی کار باید بکنه، ولی خب برای من این کار بکنه. اگه فیل نشدی حالا کپی کن همه مموری قبلی ها رو تو مموری چیزه مم کپی کن
سیتی سکیور نمکوپی بمیری. مم کپی تو چه هدریه؟ مم کپی رو اونجا که من تو استیت لیپ مگه نیست؟ چرا چرا من نمیدونم مم کپی تو چه هدریه؟ نصف شبه نه بذاره مم کپی مم کپی توی هدر سی استرینگه اشکال نداره ظاهرا اینجوریه تو استاندارد کلود سی استرینگ. مم کپی کن چی رو به کجا؟ دستینیشن، دستینیشن همون هست پی و سورس همون هست خب اگر پی تی آرمون سورس پی تی آرمون چیز نبود دیگه ایف بی کی ان تی پی تی آر PTR ولیده PTRی که از قبل بهمون داده اگه اون حافظه آلردی داشت کپی کن وگرنه نکن دیگه پیو PTR رو اولد سایز رو کپی کن و آخرش هم اون PTR رو ریلیس کن بره چجور ریلیس کن فری کن کاشم شو فری نذاشته بودم PTR سایزش هست old size و پارامز هم هست debug پارامز ریالوک هم اینجوری درست نیست و خوب نیست ولی خب اشکالی هم خیلی نداره احتمالا اکثر ریالوک ها این شکلی هم دیگه فری رو چیکار میکنیم؟ فری تقریبا باید برعکس این باشه دیگه من یه یوزر ایریا دارم که اسمش الان پی تی آره از رو این اچ تی آر و اف تی آر رو میسازم اچ تی آر هست هدری که از پی تی آر در میاد و فوتر هم هست از پی تی آر با سایز اینقدر در میاد خب حالا من کار کردم بذار اینجا هم اینو دستی حساب نکنم دیگه actual size calc actual size requested size بس بینیم بذارم size بازم میگم این فانکشن ها باید استاتیک باشن تنبلی من دارم میکنم ریترن کن این خب این از این اینجا هدر و فوتر اگر assert میکنم bknt assert تو assert هم میگم چی؟ هدر HDR HDR سنتینل مساوی است با سنتینل من مساوی چیه با اون سنتینلی که من انتظار دارم اولش نوشتم توش MSC underline sentinel value اگر اینجوری نبود بگو که buffer underflow detector
buffer underflow or invalid pointer pass to free. حالا اطلاعات اضافی هم باید بنویسم که الان این کار نمی کنم. این بیکنتی assert شاید strong assert باید استفاده کنم چون میخوام همیشه این assert strong میخوام همیشه این assert fire باشه دیگه حتی تو بیلدای غیر دیباک. BKNT assert strong MSC sentinel value مساوی است با FTR sentinel و جای buffer underflow بگو buffer overflow. احتمالا یه احتمال دیگه هم که این وسط هست اینه که MS نه اون سایزی که من پاس داده بگو سایز مساوی است با HDR بلاک سایز. بلاک سایزی که موقع الوکیت کردن ریکورد کردن باید مساوی این سایزی باشه که الان موقع فری کردن پاس داده. هدر فوتر که آخه یه اندازه نیستم. هدر فوتر کجا بوده؟ اون ممبر بلاک سایزی که توی هدر من گذاشتم چیزه سایزی که موقع الوکیشن نه سایزی که موقع الوکیشن بهش پاس دادیم گفتیم انقدر الوکیت کن. هدر و فوتر ربطی نداره این چی؟ نه این خط اثر استرانگ اول اثر استرانگ سوم میگم سایزاشونو من چک نکردم. من سنتینلی که اون تو نوشتم چک کردم اون این ولیوه رو من چک کردم اینو چک کردم. اوکی این باید همین باشه درست اینجوری نیستم دد حالا اگر اینجوری بود بگو که اگر اینجوری نبود در واقع بگو که buffer size mismatch recorded expected size مساوی است با ارشد LLU این size type unsigned یا unsigned ارشد LLU given خب given LLU expected size من هست HDR block size given size هم هست size این assert ها رو انجام بده. گفتم assert البته بد نیست تو free واقعا همونجا assert کنیم که اگه سایزمون اشتباهه بفهمه. خب اگر همه این assert ها اوکی بود حافظه رو آزاد میکنیم. حافظه رو میخواییم آزاد کنیم چی کار میکنیم؟ بگیم اگه حافظه رو آزاد کنم از این کپی میکنم الوکیتورم کو خب این assert strong تبدیلش میکنیم به assert strong حتما این دلیل داشته که دیباگینگ استفاده کردیم و BKNT if not BKNT PTR valid PTR بی سر شده ریترن کن دیگه با عادتا اگه نال بش بدیم طبق رفتار عادیه. خب فریش کن. خب من این فری رو نمیخوام. من میخوام upstream free m upstream free con ptr رو با سایز actual size علاوه بر اینکه یه دونه user size نوشتم calc actual size با
سایز کلک اکچوال سایز، سایزی که یوزر به من داده و دیباگ پارامز هم بهش پاس میدم. خب کارنت سایز هم کم میکنم و تمام قاعدتا فعلا. فقط من الوکیشن رو شک کردم که از آبستریم الوکیت کردم یا نه. آره حالا که من از آبستریم انجام دادم، این فعلا دستراکتور همو درست ننوشتم. دستراکتور همو مثل بقیه شون می نویسم. دستراکتور همو فعلا توش می نویسم BKNT assert strong M current size مثل بس با صفر. استیل انقدر bytes remain in the allocator remain unfreed. فقط یه جایی من شاید اشتباه کرده باشم. سایز کبینرم بذار بنویسم. فعلا یه سری فانکشن میخوام برای محاسبه این که چقدر اوورهد داره. current size و m size cap منهای m current size. خب اینجا من نگرانم که تو ریالوکم چرا تو ریالک هم حساب میشه اون. اینجا من current size رو اضافه actual size کردم، اینجا هم باید به اضافه منهای actual size بکنم. بس میگم auto act size مساوی است با این calc actual size و upstream free act سایز و اینم اکت سایز. خب بذار یه تست الکی هم از این بگیریم، تست کاملا الکی. روت الکیتور رو که من دارم یه دونه دیباگینگ الکیتور الکی میسازم، دی بی جی الک آدرس روت الوکیتور و مکسیمم سایزش هم یه چیزی اینجوری. از تو این یه الوکیشن انجام میدم به تو پی مساوی است با دیباگ الوک. بس یه ماکرو کمکی بنویسم فعلا. ماکرو کمکی find bknt alloc debug alloc. حالا این همه موقتیه دیگه. فایل هم هست، فایل اولین پارامترم، دومین پارامترم لاینه و سومیش هم یوزر دیتاست. فعلا یوزر دیتاش هم خب اینجا بس می‌نویسن دیباگ الوک دات الوک بی کی ان تی دیباگ الوک پارامز صفر. فعلا یوزر پارامز مهم نیست چیه. یه چیزی هم سایز هم بهش بدم دیگه. میگم 1000 بایت الوکیت کن you 1300 بایت هم اینجا الوکیت کن. آرام مساوی است با 800 بایت الوکیت کن و کیو رو آزاد کن.
debug alloc dot free q سایزش 1300، اینم bknt debug alloc param 0 و اون یکی رو اشتباه آزاد کن، debug alloc dot free p رو با سایز غلط با 9000 بایت آزاد کن، bknt debug alloc param 0. الان یکی اینجا باید assert کنه و assertion failure بده اگه همه چی درست کار کنه. پروسس خودم من نمیبینم. اینه دیگه درسته. استیک تولز فعلا می‌بندم. دیباگ شده. خب الوکیتور رو ساخت، انجین رو ساخت، دیباگینگ الوکیتور هم می‌سازه. میرم توی دیباگ. ریکوست سایزش 1000، بعد اکچوال سایزش میشه 1024. 1024 تا اگر این بود که نیست، بلاک رو الوکیت کن. بلاک پوینتریه که پوینتریه بالاخره از خودش. بعد بکنید بیتیار ولیده هست، current size was actual size کن، انقدر الوکیت شده. پوینتری که میخوام ریترن کنم، بلاکم توی 3AB2F0ه. اگر از این باید 16 بایت برم جلوتر دیگه میشه 3 0. آره دقیقا 3 0 0. رت هم باید بشه 3 0 0، درسته. هدر هم همون قبلی باید بشه 2 0 0، درسته. فوتر هم که 1024 جلوتره. هدر بلاک سایزش رو ست کن، سنتینلش رو ست کن، فوتر هم ست کن. هدر الان بلاک سایز داره، سنتینل هم داره. اینجا الان من اگه هگزا دسمال دیسپلی بزنم، این سنتینل هم میشه دد 42 42 42 42 کود. خوبه. ریترن هم که میکنی پی، برای کیو هم همین اتفاق باید بیفته، برای آر هم همین اتفاق باید بیفته. وقتی میخوایم فری کنیم، کیو رو با سایز 1300، هیچ اتفاق بدی نباید براش بیفته. باید بیا تو پارامترش هم ببینم دیباگ پارامز چیه توش. دیباگ پارامز چیزایی باید بخور توشه دیگه، آدرس فایل، لاین چهله و یوزر دیتا 0. اوکی. assert strong بکن که سایز که 1300 از current سایز که 3000 کوچکتره. اوکی. هدر ptr که الان باید توش 1300 باشه و اون دقیقا درسته چیزی که من میخوامه. هدر تو هدرم، سنتینلش هم درسته چون نزدم بیرون ازش، درم درسته.
الوکیت کن، اکچوال سایز رو حساب کن، 6324 بایت درسته. تو اپستریم اتفاق بد افتاد. چرا؟ تو اپستریم اتفاق بد افتاد. بریکپوینت هیپ تو چیزام اشتباه کردم. چی رو دارم فریم کنم؟ دارم اشتباه فری میکنم، میگه پوینتر رو نباید فری کنم. دقیقا درست. هم دیباکیپ سیرانتا، این دیباکیپی که ویژوال استودیو استفاده میکنن، جلوی یه باگی تو کد منو گرفت. باگ مموری تو کد من، تو الوکیتور هم باگ مموری دارم. اینجا علاوه بر اینکه فانکشنی به اسم هدر و فلان مینویسم، یوزر ایریا باید با آدرس هیدر رو پاس بدم، بگم این هیدر رو فری کن به جای بگم هیدر رو فری کن. خب هیدر رو که اینجوری قبول نمی کنه اسمش رو، پس مثل یوزر ایریا سیستم ایریا هم میذارم. نه باز این کار نکن، بسه همین هیدر رو کستش کنم به وایلدستار. مشکل نداشتم باش. چی میگه؟ تایپ کست کانت کانورت فرام هیدر استار. او ای وای، از فانکشن دارم کانورت میکنم به پوینتر معمولی اچ دی آر. چرا نگاه نمی کنم ارور مسیج رو؟ ارور مسیج هاش انقدر سخته که باید خودم حدس بزنم. خب معمولا برای همین عادت کردم رو مسیجر رو نگاه کنم. الان اگه اجراش بکنم باید یه assertion failure بده روی این خطی که تو مینم دارم، روی این خط، چون دارم پی رو با سایز پی رو دارم درست ریلیس میکنم. آر رو من میخواستم با این سایز بذار، آر رو با 1000 و الکی همینجوری بگم 1024 کاملا غلطه. این رو ران کنم باید یه assertion failure اینجا بده. وقتی اینو درستش کنم هم عدد 1000 بذارم، باید روی اکالت بسته توی دیستراکتور دیباگ الوکیتور هم یه اسرشن فیلیر بده. اسرشن فیلیر اول اوکی. خوبه دیگه اسرشن فیلیر داد، من همینو میخوام. بافر سایز میسمچ اکسپلیت سایز 1000 گیون 1024. این اون اتفاق درستی که الان من سایز میسمچ رو پس دیتکت کردم. اینجا اون دیتیلر میگیسه تو ویو پرابلمیت همین میگه نه هیچ رفتر. میتونم کوردامپ اون چیزاش رو دوباره جنریت کنم، کوردامپش رو نگاه کنم، ولی خب اینو وقتی درست کنم اینو بکنم 1000، بازم روی دستراکتور باید به من گیر بده. یعنی وقتی میخوام این دیباگ الوکیتور رو دستراکت کنم که اینجا رو اکولات بسته اتفاق میفته، چون همه حافظه ای که ازش الوکیت کردم و آزاد نکردم باید به هم ارور بده. آره کارنت سایز صفر نیست استیل، انقدر بایت ریمین آن فرید دستش درد نکن واقعا. اشتباه دیگه، این عدد اشتباه. چرا این عدد اینجوریه؟ allocator cpp تو برو توی structureش امکانش رو آها برو چش باش نده ام current size still 824 bytes remain unfreed. 824 byte دقیقا 800 بایت به اضافه 24 بایت، یعنی یه بلاک 800 بایتی رو فری نکردم. این عدد بهترم میتونم بدم دیگه، میتونم بهش بگم دقیقا چند تا بلاکه و ولی می کار بهتر میخوام بکنم. کار بهتری که میخوام بکنم اینه که تو این هدر علاوه بر این اطلاعات چی دیگه میتونم نگه دارم؟ جایی که ازش الوکیشن انجام شده، یعنی این فایل و لاین و اینا رو نگه دارم. آره هدرم بزرگتر میشه، اوورهدم زیادتر میشه، ولی میتونم این کارو بکنم دیگه.
پس علاوه بر بلاک سایز، من قبل از بلاک سایز یه دونه اسمش چی بود؟ دیباگ پارامز هم کامل نگه میدارم. اینو از این الوک دیباگ پارامز هم نگه میدارم. الوک دیباگ پارامز، دیباگ پارامز. و میگم اینجا وقتی داشتم توی آنه یه چیزای دیگه هم میخوام. چجوری من همه لیکا رو میتونم آخرش بگم؟ پیدا کنم. من میخوام وقتی که دیباگ، وقتی که الوکیتورم داره دستروی میشه، اون دیباگ الوکیتورم داره دستروی میشه، همه الوکیشنایی که هنوز آزاد نشدن رو یکی یکی لیست کنم، بهش بگم ببین 100 بایت اینجا گرفتی، 4 بایت اونجا گرفتی، 3000 بایت اینجا گرفتی، 90 بایت اونجا گرفتی، همه اینا رو لیست کنم بهش بگم. چجوری این کارو بکنم؟ درخت بکنم. آره؟ و می الان یه درخت دیگه یه سری برگ داره، اون برگایی که برگ نیست چی؟ نه الوکیتورامون درختن، نه بلاک های الوکیت شده. من بلاک های الوکیت شده رو میخوام ایترید کنم روشون، میخوام پیمایش کنم. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ خب از روی درخت الوکیتور رو بفهمید. باشه الوکیتور که همه الوکیتور مجموع سایز الوکیت کرده و الوکیت نکرده و آزاد نشده رو همیشه میدونه. آه. ولی بلاک هاشو که نداره، پوینتر ها که نداره. آها خیلی کار بدیه که دنبال سنتینل بگردی. خیلی کار بدیه. اولا به خاطر اینکه تو کل حافظه‌ام دنبال سنتینل بگردم خیلی بده. این کار نمیشه کرد. تصادفا ممکنه سنتینل وجود داشته باشه، یعنی اگه وجود داشته باشه حتما جواب من غلط میشه. میدونی خود سنتینل هم یه جایی یه متغیر گذاشته باشم که این ولیو سنتینله، باشه هیچ کاری نمیخوام بکنم، ولی خود اون رو به عنوان سنتینل دیتکت میکنه دیگه. درسته؟ برام کل حافظه خب خیلی زیاده. ضمن اینکه تمام دیباگ الوکیتور از یه سنتینل استفاده میکنن، برای همین اون دیباگ الوکیتور دیگه چیزای الوکیت میکنه کرد باشه که هنوز آزاد نشده باشه ولی اشکال هم نداشته باشه چون هنوز دستروی نشده. اونا رو من پیدا میکنم. اصلا این کارو نمیخوام بکنم. کاری که من میتونم بکنم بلاک حافظه ای که الوکیت کردمو همیشه باید داشته باشم. هر بلاک حافظه که آزاد میشه از تو این لیست بلاکام بردارم. یعنی یه لیستی از بلاک های الوکیت شده باید داشته باشم. یه جا نگفتی که نمیخوای این لیست رو نگهداری؟ برای این دیباگ الوکیتوره میخوام نگه دارم. لیست رو چجوری نگه دارم؟ لیست رو خودمون الوکیشن میخواد. آره دیگه. چجوری میتونم بدون الوکیشن انجام بدم؟ نه مشکل این سایزش هم که میخواستم نگه دارم اون الوکیشن میخواست. درسته؟ سایزش هم که میخواستم نگه دارم الوکیشن میخواست دیگه. حالا آره. میتونم یه لیست پیوندی درست کنم از بلاکایی که الوکیت کردم. هر بلاک جدیدی که الوکیت میکنم تا این لیست پیوندی اضافه کنم یا سر این لیست پیوندی، فرقی نمیکنه. ولی چی؟ جواب کچی داره لیست پیوندی بده. جواب ولی نکتهش اینه که خود این بلاک ها اون هدراشون با هم دیگه باید یه لیست پیوندی درست کنن. یعنی پوینتر لیست پیوندی ها رو میچسبونم سر خود بلاکی که الوکیت میکنم. میدونی چی میگم؟ چیزی که قبلش گفته بود یه لیست پیوندی از یه لیست دو پیوندی از همه بلاک هایی که الوکیت میکنم همیشه مینتین میکنم. خب لیست دو پیوندی یه پوینتر نکست میخواد یه پوینتر پرو میخواد دیگه. درسته؟ هر بلاک جدیدی که الوکیت میکنم پوینتر اولین بلاک هم نگه میدارم. هر بلاک جدیدی که الوکیت میکنم اینو میذارم جای اولین بلاک هم، بعد پوینتر نکست اینو اشاره میدم بلاک اولی قبلی. خب آره دیگه. نکتهش اینه که لینک لیست جدا نیست. لینک لیست خود هدرها، لینک لیست اینتروسیو بهش میگن، خود این هدرهایی که سر هر بلاک میذارم خود اینا به هم دیگه لیست لینک میشن. میتونی بعدی رو پیدا کنی؟ آره دیگه. وقتی هم که میخوام یکی رو ریموف کنم اون پوینتر نکست و پروش رو داره دیگه، اونا رو به هم وصل میکنم. تو او یک میتونم این کار رو بکنم. نمیخواد بگردم اون بلاک های حافظه. کاری که من میکنم پس اینه. اول از همه آره دوتا اینجا header pointer next و header pointer prev و توی دیتا هم یه دونه header pointer first. درسته؟
پوتر این هم مساوی است با نال پوتر. حالا کافیه که کافیه این کارو بکنم، کافیه بلاک که میخوام الوکیت کنم، این الوکیت هم دیگه بلاکو که الوکیت میکنم، هدرشو که دارم مقدار میدم، هدر فلان هدر فلان، میگم هدر next مساوی است با m first و هدر prev مساوی است با m نه مساوی است با null putter و m first مساوی است با hdr، آدرس هدر رو میخوام نگه دارم دیگه. این دوتا رو ببرم اول. فقط من یه چیز دیگه هم به هدر اضافه کردم، یه دیباگ پارامز هم اضافه کردم بهش. الان سایز هدرم هست چقدر؟ 8 بایت تا 8 بایت 16 بایت، اینم خود 16 بایت بود 32 بایت، این دوتا هم هر کدوم 8 بایت هن 48 بایت. الان 48 بایت هدر دارم، 8 بایت هم فوتر که زیاده. دیباگ پارامزش رو نگردشید برای اینکه بدونم این الوکیشن از چه خطی؟ نه کدوم؟ آره لاین اینا فهمیدم که بتونم ریپورت که میخوام بدم بگم این الوکیشن این الوکیشن این الوکیشن. آره دقیقاً بلیم کنم. خب این اضافه کردن به لیست پیوندی، این دو خط و این، چون من ترتیب لیست پیوندی برام خیلی مهم نیست دیگه، اصلا مهم نیست در واقع، چون میخوام آی یک باشه سر لیست پیوندی میذارم. خب حالا میمونه لیست پیوندی به عقب پر میشه. آره دیگه دقیقا، یعنی همیشه سرش آخرین الوکیشنی که انجام شده، منتها وسط مسطح چون ممکنه حذف بشه لزوما ترتیبش درست نیست دیگه. خب برای فری کردن یه ذره کارم پیچیده تره برای اینکه فری کنم. نه خیلی هم پیچیده نیست. پوینتر اینو بذاری سر بعدی. آره اینم برای اینکه این کار بکنم میگم چی؟ میگم پروش رو نال کردم. آه نه یه کار خیلی بد اینجا نکردم، اینجا هم هدر نکس مساوی ام فرست، هدر پروف مساوی فلان. یه کار خیلی مهم دیگه مونده، ام فرست رو اینجوری قرار بده، اگر نات بی کی ان تی، نه اگر بی کی، اگر نال نبود، اگر بی کی ان تی پی تی آر ولیده HDR next HDR next prev مساوی است با خودش HDR. دقیقا فقط وقتی این کار انجام بده که لیستمون خالی نبوده باشه، چون اولین بار که لیستمون خالیه این هم first null pointer header next هم میشه null putter و اون موقع نباید این کار انجام بدیم، نال رو نباید دیریفرنس کنیم، ولی اکثر اوقات این کار انجام میشه دیگه. بعدی هم به این باید اشاره کنیم، خیلی مهم بود. خب موقع پاک کردن اول از همه باید بگم if bk nt ptr valid hdr next پایین داره میاره به جلسه 2015، اگر این بود hdr next prev رو مساوی hdr prev قرار بده. درسته؟ اگه بعدی داشت اون بعدی پوینتر prevش رو به prev این اشاره بده، حالا prevش ممکنه نال باشه یا هرچی. اگر prev هم داشت prev next رو previous pointer nextش رو مساوی next همین قرار بده، حالا هرچی بود. هدرمون هنوز به اون دوتا اشاره میکنه ولی اون دوتا به هم دارن اشاره میکنه دیگه، این از اون تو اومده بیرون. فقط یه شرط دیگه هم هست، اگر m first، اگر m first داشت به این اشاره میکرد، یعنی اولی لیست، اصطلاح غلط کردم برای این کار،
اگر این اولی لیستمون بود، اگر ام فرست مساوی اچ دی آر بود، چیکار کن؟ ام فرست مساوی است با اچ دی آر نکست. اینجوری از درسته دیگه، چون ممکنه اول لیست باشه دیگه، فرستمون داره به این اشاره میکنه، اگه من دلیت کنم همه چی خراب میشه. پس اگر فرستمون داشت به این اشاره میکرد، فرستمون اشاره به بعدی، حالا بعدی ممکنه نال باشه، هرچی، این ممکنه تنها گره لیست باشه، هرچی، ولی بعدا خودشو پاک کن. اینجوری هم از لیست حذفش میکنیم. حالا اگر یه فانکشن پابلیک واسش میذارم، ریپورت چی برمیگردونه؟ int report که constant، امیدوارم constant باشه، returns the number of still allocated blocks. function report می نویسم. کاری که این function report میکنه اینه که dbg debugging allocator dbg نیست، debugging allocator report این لیست پیوندیه رو واک میکنه، از اول تا آخرش میره و اطلاعات هر بلاک رو چاپ میکنه، همه اطلاعات هم تو هدرشه دیگه. میگم که for auto p مساوی است با m first bknt ptr valid m first. البته اینجا واقعا با نال پوتر میتونم مقایسش کنم، p مساوی است با نه نه m first نه p، وقتی p valid p مساوی p next. چرا میخوام بکنیم؟ من میتونم حتی اینجا فریشون هم بکنم اینا رو یکی یکی، گزارش که تهیه میکنم، گزارش که تهیه میکنم، نه گزارش، آها نه نه این تو دستراکتور نیست، آره یه فانکشن کلیر میتونم بذارم که حافظه رو همه رو آزاد کنه، احتمالا برای اینکه پرنتاش هی ارور ندن بد نیستش که. حتی این ریپورت ها به معنی کراش کردن رو برنامه اونه، یعنی من نمیذارم از این ریپورت رد شه، نمیذارم ارور، نمیذارم دیستراکت بشه بدون اینکه همه چیش آزاد شده باشه، برای همین اوکی. نه نکته خوبی بود که تو ریپورت نبود، قاطع نه حافظه رو همه رو آزاد کنم، من تو ذهنم بود که دو دیستراکتور ریپورت رو فراخوانی کنم. اصلا کار درست نیست، کانستم برای همین نوشتم حاکم موضوع باشه از این کار نکنم. خب ریپورتی که میخوام بدم چجوریه؟ با bknt report طبیعتا باید این کار رو بکنم دیگه. bknt report میتونم حتی allocation numberم بدم، یه چیزی به اسم allocation numberم نگه دارم برای هر allocation. حالا اونا فیچرهای دیباگینگ که بعدا میتونم اضافه کنم. block at درس sfrx 0 16 یا 8 پوینترام چجوری هن؟ 64 بی تیم دیگه، 0 16 پی تا حالا این کار نکرده بود، دو رقم اینجا نزاشته بود، پی بزرگ پی نیست، درصد اوکی فکر کنم کارم اوکی. بلاک ات سایز مساویه چقدر؟ سایزشو می نویسم، سایز مساویه است با درصد LLU. فایل و لاین دارم دیگه، یوزر دیتا، یوزر دیتا مساویه درصد D اینت دیگه، یوزر دیتا ان شاء الله، یوزر دیتا اینت. خب یوزر دیتا مساویه درصد D درصد S allocated from درصد S دو نقطه درصد D. خب اول از همه پوینترش، پوینترش چیه؟ user area p و
بعدیش سایزشه. سایز من هست پی بلاک سایز، بعدش یوزر دیتا پی دیباگ پارامز دات او دیباگ پارامز رو ست نکردم رو سیاد باشه. بعدی فایلشه پی دیباگ پارامز فایل، بعدی هم پی دیباگ پارامز لاین. چرا بیکی انتی ریپورتر با من دشمنه؟ چی میگه؟ یوزر ایریا رو من وید استار دیگه. یوزر ایریا کانست نگاه کنم. نه کانست رو همه رو میخوام، چون این متد خودش کانست ریپورت نمیتونه متد غیر کانست رو فراخوانی کنه. من باید سامبل استاتیک میکردم، نمیگم این استاتیکم اون تگ استاتیکش میکنم اسمشون زشت میشه، برای همین هیچ کس من دوست نداره. ماش ریترنه بلی اوکی. خب اینو باید بشمارم. int cnt مصورس با صفر پلاس پلاس cnt. حالا تو دستراکتور این دستراکتور دیباگینگ فلان، قبل از اینکه این کار بکنم اول ریپورت میکنم بعد تو کد ریپورت هم باگ چیز دارم. زندگی دیگه. او این چیه؟ درصد پی نمی سر این مشکلش این 16 هست. Access violation reading location in. خیلی خستم، دارم اشتباه های عجیب میکنم، اشتباه های عجیب. خب این پرینت فراخوانی شده با یارگ لیستی که هیچ ربطی به من نداره. debugging allocator report اینجا. خب بذار ذره ببینیم پی چیه. پی اینه، پی اینه user area. پی دیباگ پارامز رو ست نکردم. آها چرا نه دیباگ پارامز رو ست نکرده بودم. اون که اینجا چیزش میکنم اینجا به ترتیب این کار بکنم، دیباگ پارامز هم مساویه اون که دیباگ پارامز بود قرار بدم قبل از prev hdr debug params مساوی است با ممکن از این باگ هست. حالا اینکه این همون باگه یا نه، این ممکنه اون رفتار از خوششون بده. خب خوبه. block at این آدرس، سایزش 800 بایت، یوزر دیتا 0، allocated from main cpp خط 38. این لیک شده، باید می نوشتم لیکت فلان. آدرس او آره دی یه درایو دی دارم. آره بیشتر بیش از دو نفر کسایی که دارن می بینن، بالغ بر دو نفر دارن می بینن، دیدن که یه درایو دی دارم که توش یه دایرکتوری پروژکت سر صفر 16 رو بزن، همون صفر 16 رو بنویسم. یوزر دیتا چی دخل میکنیم؟ هرچی من میتونم
یوزر هرچی میخواد پاس میده دیگه. مثلا این الوکیشن ها ماله مثلا موقع لوده، پس من یوزر دیتاشون رو میدم 112. اون الوکیشن ها ماله مثلا یه کار دیگه است، برای هم یوزر دیتاشون میدم 411. هرچی یوزر دیتا یه چیزی ماله یوزر، هر کاری میخواد بکنه، من نمیدونم یه اینتجر هرچی خواست توش بذاره ماله اون. ولی آپشنال نیست، باید من چیزی توش بذارم. میتونه صفر بذاره دیگه، مثلا من که الان گذاشتم. خب میگم که if اون 16 پیک نوشتم not پیک، الان بهت میگم اگه کار کنه بهت میگم چی، اگه کار نکنه خیلی سایلنتلی پاکش میکنه. PKNTPTR valid M first آره MIB. اگه اینجوری اگه not فلان return کن، ریپورتی نداریم return کن صفر و همه چی اوکیه. بعد میگم که غیر از این BKNT report list of memory leaks for allocator versus S name. اینجا میدونه BKNT report. یه خط خالی. خب اگر کار کرد بهت میگم چیه. خب کار کرد خوبه. این نظرمش چی میشه؟ همین اتفاق دقیقا میافته که الان افتاد، دقیقا همین اتفاق. خب پی رو همیشه اینجوری چاپ میکنه، خب خوبه اوکی. برای پی لازم نیست درصد صفر. اون برای اینه که وقتی میگی درصد برای صفر میذاری، یعنی اینکه عددا رو با صفر پد کن، بلش یه عدد، یعنی صفر 16 یعنی تو 16 کالم کالمایی هم که نداره صفر بذار. من میخوام چون اینجوری صفر ایکس فلان بنویسم، ولی ظاهرا پی رو خودش این کارو براش میکنه. پوینتر درصد پی یعنی پوینتر میخوام چاپ کنم، پوینتر رو خودش به اندازه پوینتر واقعا چاپ میکنه کامل، نصف نیمه چاپ نمیکنه. ظاهرا اینجوری، حالا رفتار اینجوریه دیگه. خب یه assertion failure هم که بعدش بلافاصله داد و اوکی. اون assertion failure این لیست لیکاش، اگه لیکامونو بیشتر کنیم لیستمون هم میبینیم دیگه. من لیکا رو بیشتر میکنم اینجا. دقیقاً این باید properties 120 تا already اشکال نداره، 140 تا 140 تا اوکی. نمیدونم کارو میکردم، اینو باید عوض کنم. آره میبینی لیست لیکار هم بهت داد، آدرس هاشون رو داد، سایز رو داد، از کجا الوکیت شدن رو داد، خط 36 سی آف سی هاش درتی برعکس هستی، یعنی اول آخرین الوکیشن. آره دیگه دقیقا، یکی اون وسط فری کنم فری میشه دیگه، اینجا نمیده. و اگه هر سر آها اینم بد نیست چک بکنم، بد نیست که همه رو فری کنم ببینم چی میشه، پاس کن که ببینم بدون مشکل اجرا میشه یا نه. R رو فری کن با سایز 800 تا بتم یونیکسی دیگه چی نمیگه، یعنی آره دیگه، آره دیگه وقتی چی نگه یعنی اوکی دیگه، چی میخواد بگه ایوالا بودم بگم. آره الان اوورهدی که این اضافه داره میکنه خیلی زیاده، دارم 56 بایت دارم اوورهد اضافه میکنم دیگه. آره دلم میخواد یه 8 بایت تو فوتر اضافه کنم که بشه 64 بایت اوور هد. ولی برا اسمت همه جا بنویسید. خب یه نکته در مورد الاینمنت هست، یه نکته خیلی جدی در مورد الاینمنت هست. یوزر به من میگه که برای من 100 بایت چه میدونم 64 بایت هر چی یه چیزی حافظه الوکیت کن، دلش خوشه که میخواد الاینمنت رعایت کنه، بعیده نمیتونه اعتماد کنه به منا، ولی اگر میخواستم الاین شده بهش بدم یا یه جوری آن داکیومنت فرض میکرد که من الاین شده بهش میدم، صرف تو کد خونده بود. در مورد دیباگ دارم صحبت میکنیم الان، در مورد این دارم صحبت میکنم که الوکیتور اصلی، اگه یوزر بدونه که الوکیتور اصلی همیشه الاین شده بهش میده، ممکنه این وسط من یه دیباگ الوکیتور اینسرت کرده باشم که پوینتر رو از الوکیتور اصلی بگیره، یه مقدار دیتا بچسبونه اولش که الاینمنت تغییر کنه، چون 48 بایت دیتا اضافه میکنه اولش دیگه. نکته خوب اینه که 48 بایت اضافه کردم به یه آدرسی که آلردی الاین شده است، اونا بازم تقریبا الان شده نگه میداره دیگه. اون آدرس که الان شده اگه به 2 الان شده باشه یا 4 یا 8 یا 16
یا حتی 48 بعضی اینکه 48 بایت ببرش اونورتر، یعنی اگه من 33 بایت مثلا هدر اضافه می‌کردم همه چی رو خراب می‌کردم. خب ولی حالا که 48 بایت اضافه می‌کنم اوکیه، بدی نیست، یعنی باید موزه. و ضمن اینکه اینا یه سریاش اضافیه دیگه، لزوما اصلا سنتینل من لزومی نداره که 8 بایت باشه، بی خودی 8 بایت گرفتمش، میتونستم کمترش کنم، ولی خب اگه اینو کمتر می‌کردم الانمو خراب کرده بودم دیگه، 48 نمی‌شد، میشد 44، الان 8 بایتیمو خراب می‌کردم. هرچند یوزر نباید فرض کنه که من آدرس الان شده بهش میدم، اگه من فانکشنی داشتم به اسم الایند الوک اون وقت یوزر میتونست فرض کنه که من الان شده بهش میدم، ولی الایند الوک نیست دیگه، یعنی به میگفت مثلا الایند الوک به مرز 16 بایت، به مرز 16 الان کنی که الان شدم بهش، من هیچ کاری نمیکنم برای الان کردنش، برای همین میگم یوزر نمیتونه فرض کنه. ولی اگه کد منو نگاه کنه ببینه از املوک هرچی بگیرم بهش پس میدم، بعد ممکنه داکیومنت های املوک سیستم خونده باشه، دیده باشه املوک همیشه مرز 16 بهش پس میده، برای همین این خوبه که منم اوورهدی که اول بلاکش اضافه میکنم مرز 16 که بلاکی که به هم میدم مرز 16 میمونه. به هر حال این مسئله الاینمنت مهمه دیگه، ولی خب نباید انتظار یوزر داشته باشه، خودم یوزر که میام منظور خودم میگم، نباید انتظار داشته باشه الاینمنت، برای اینکه پیج سوآپ اون کمتر رخ بده. نه نه نه، در مورد الاینمنت صحبت کردم تو ویدیوهای قبلی، میتونی مراجعه کنی ببینی. آره معلومه، بله معلومه که بودی ها، شدم نبودی، نه نبودی، چون موقعی که داشتم در مورد داشتم وکتور رو پیاده سازی می‌کردم، کپت وکتور رو پیاده سازی می‌کردم، در مورد الاینمنت صحبت کردم، تو نبودی. خب این فکر می‌کنم ویدیو تموم، به فلش اوت کردنش نرسیدیم، یعنی من می‌خواستم یه ذره خرت و پرت به این الوکیتور اضافه کنم که فرصت نکردم دیگه. الان دیباگینگ الوکیتوری که من دارم این خودش فورواردینگ الوکیتوره، یعنی من هر الوکیتور معمولی که داشته باشم، پول الوکیتور و اینا نه، هر الوکیتور با پول الوکیتور هم با یه ذره ژیمناستیک میشه یه کاری کرد که این دیباگینگ الوکیتور زیرش بشینه، ولی به هر حال هر الوکیتور دیگه‌ای که داشته باشم که سایز آربیتری الوکیت کنه، میتونم دیباگینگ الوکیتور رو بچسبونم زیرش، چون اینا هر دوشون از الوکیتور ارث میارن، اینترفیسشون عین همه، وقتی اینو بچسبونم زیرش ترانسپرنتلی برای اون پایینیا همه الوکیتور ترک میشه، به همه الوکیشن ها. یه سری ارورای دیگه هم هنوز هست که من میتونم ترک کنم با همین الوکیتور، از اونجا به بعد هر کی پاس بده دیباگینگ داره دیگه، دیباگینگ داره. آره این الوکیتوری که میگیره دیباگ داره میشه. آره. بذار یه فانکشن کلیر هم واسش بنویسم، همین فقط کلیر رو براش بنویسم. پرایوت وید کلیر چون لازم داره، تو گفتم تو دستراکتور من باید حافظه که گرفتم اگه بلدم آزاد کنم دیگه، فقط دستراکتوراشو نمیتونم فراخوانی کنم، از این کارا نمیتونم بکنم، ولی حداقل حافظه رو آزاد کنم که الوکیتورهای بالا سری من بلا سرشون نیاد، حالا اگر این دیباگینگ الوکیتور من باعث کرش نشد، الان گفتم ولی مینویسم دیگه، آدم باید تر و تمیز تحویل بده، وقتی تر و تمیز تحویل گرفتم باید تر و تمیز هم تحویل بدم، آدرساشون همه رو دارم دیگه، همه رو میتونم به زور آزاد کنم. خب کلیر رو چه کار میکنم؟ یه چیز شبیه این باید بنویسم دیگه، چیزی که اول داشتم میدوشت ریپورت آره طرز احمقانه میخواستم. خب پی مساوی است با فلان، اینو اینجا نمینویسم چون دستراکتیوه، اینو اینجا نمیذارم، اینجا نمیذارم اوتو پی دستراکتیوه کلیر که خوش مگه دیستراکت نمیکنه، دیستراکتیو دیگه کلیر کردم، دارم اینو میگم. حالا حلقمون اوکی وایل پی اینجوری اوتو کیو مساوی است با پی نکست ام اپستریم free upstream free con chiro free con p رو با چه سایزی p block size اسم بدی و سایز خالی میذاشتم و اون چی بود اسمش؟ ماکرو BKNT
دیباگ الوک پارامز همینجوری و پی هم مساوی است با کی. چرا داره ما بارنو میده برای کی بیرم چی؟ این تو بوده درش اون اکیه برم اونجا درست میشه اون یعنی که ایمپلمنتش نکردی هنوز. حالا توی دستراکتور دیباگ نیاره که دستراکتور ریپورت کن اسرت استرانگ کن و کلیر کن. اگه اسرت استرانگ رو یه جوری تونسته خاموش کنی کلیر هم میکنم. یعنی اگر من کلیر رو نذارم و اینو نذارم که تو الوکیتور بالایی چیز میده تو الوکیتور روت تو روت الوکیتور اسرشن فیلیر الان میده. آه نه همه حافظه رو آزاد کردم دیگه تمیزش کردم. اگه یکیشون رو آزاد نکنم مثلا اینو آزاد نکنم الان دیباگینگ الوکیتورمون ریپورتر رو میده بعد روت الوکیتور is not empty upon destruction. این روت الوکیتور اپستریمش بود دیگه کلیر چون نکردم. الان اگه برم کلیر رو بردارم کلیر رو بذارم دوباره آره کامنت کلیر رو بردارم کامنت بودن کلیر رو بردارم آها what ای من به کلی زحمت تو رو چیز نکردم. آها سایزا همه غلطه. خب سایزم غلطه. ببین الان 24 بایت به من گفت نه سایزو نمی نویسم تو اسرت روتم الوکی روتم کو روت الوکیتور اینجا سرکشن فرمینینگ درصد LLU درصد LLU برای M current size الان بهم میگه 24 56 باگه این آها 24 چیه؟ 24 مال 100 سال پیش بود اندازه اوورهدمون الان 56 بایته اوورهدمون یه 48 یه 8 دیگه 6 بایته. الان مشکلم اینه که این سایزه رو بهش درست ندادم و خب روت الوکیتور بدبخت من اعتماد داره میکنه به سایزی که من بهش پاس میدم چون اون سایزه رو جداگانه نگه نمیداره. من اینجا بلاک سایز نیست اسمش این چیزه اکچوال سایز کلک باگه دیگه باگ کلک اکچوال سایز پی بلاک سایز چی باگه؟ باگ میدونی سادم دیگه وقتی ساعت 12 خورده بعد از چند ساعت بعد از این روز 12 ساعت این کار رو میکنه. الان درست شد. یعنی الان دیباگینگ الوکیتور من فهمید یه مشکلی وجود داره یه لیک ریپورت کرد ولی لیکه رو هم لاپوشونی کرد منطقه این لیکه یعنی لاپوشونی کردنی که اون انجام میده فقط مموری رو آزاد میکنه دستراکتوری فراخوانی نمیکنه. اگه اونجا یه آبجکتی باشه که دستراکتور خفن داشته باشه اون دستراکتورش فراخوانی نمیشه. یعنی همچنان مشکل وجود داره ولی حداقل این پروپاگیت نمیشه به بالا. البته دلیلش اینه که من اون assert strongی که اینجا داشتم رو برداشتم دیگه وگرنه من اونو میخوام. من دیباگینگ الوکیتور رو برای این دارم استفاده میکنم که کرش کنه جلوی اجرای برنامه رو بگیرم وقتی که مموری دیالوکیت نشده. استیل 856 points remain unfit assertion failure هستی. فکر کنم این الان کافیه برای الان و این برنامه‌مون اینجا این سشنمون اینجا تمومه.